بینندگان عزیز با سلام، کانون آوا تقدیم میکنند. آقای حسین نژاد از پاریس، قربان‌علی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد مسعود رجوی در عراق، قبلا هم بارها مهمان برنامه ما بودند و یکی از فعالینی هستند که پس از جدا شدن از سازمان مجاهدین، به خاطر اینکه هم دخترشون اونجا هست هم فکر کردن که دیگران هم اونجا با میل خودشون نیستن، فعالیت میکنن و فعالیت‌هاشون هم به نتیجه رسیده. خبرها رو من دنبال میکنم در وبسایت آوا خط فاصله اسوسییشن و میبینیم که هر روز خبرهای بهتری هست. ضمن سلام و خوش آمدگویی به آقای قربان‌علی حسین نژاد، ازشون میخوایم تا درباره این چند مطلبی که امروز مایل هستن صحبت کنن. اولینش این هست، نگاهی به ترفندها و زد و بندهای غیرقانونی فرقه رجوی در آلبانی برای جلوگیری از موج ریزش نیرویی و جدا شدن افراد. من خودم خبر دارم که اینها میخواستن یا هنوز هم تلاش کردن یا شاید هم موفق بودن، اونهایی که توی ماموران شهرداری و این ورور هستن و در کار دادن زمین و اینها دستی دارن، اینها رو میخرن و ازشون زمینی میخوان بگیرن و دوباره همون پادگان اشرف رو نمیدونم لیبرتی و اینها رو توی آلبانی را بندازن. حالا چه تاج گلی اونجا به سر خودشون زدن با اسلحه و توپ و تانک که اینجا در 5000 کیلومتری ایران میخوان بزنن. آقای حسین نژاد با شما هستیم، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان و تلویزیون مردم، ضمناً دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان میتونن هر وقت که مایل باشن پیام ارسال کنن یا ایمیل ارسال کنن و این دوستان تا امروز همه رو پاسخ دادن، نظرات رو شنیدن و در موردش صحبت کردن، درست برعکس سازمان مجاهدین که یک بلندگوی یک طرفه است و برعکس اسمشون که صدا و سیمای آزادی هست، از آزادی درش خبری نیست. بفرمایید آقای حسین نژاد، با شماست. بله، با سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در همه جا، در داخل و خارج ایران و مخصوصا در آلبانی و مخصوصا هم دوستان جدا شده و رها و آزاد شده از بند اسارت فرقه رجوی. از دخترم یاد کردین، از قضا از جمله من این هم خبر به شما و دوستان دیگه هم دادم که اگه نگفته خبر ندارم که دختر من از قبل از عید جدا شده و الان در خونه مستقلی بود و الان در اختیار جایی که کمیساریا داده بهشون مثل دیگر جدا شدگان زندگی مستقل دارن، ولی تا حالا بسیارم که درای بعضیشون هم هست تلاش کرده فرقه رجوی که اینها رو باز که جدا شدن. خب اینها واقعا بعضی ها مثل دختر من که تونستن به هر ترتیبی هیچ نقبی به دنیای بیرون بزنن به خاطر مأموریتشون یا بیرون اومدن یا اینترنت که داشتن، بدونن واقعا چه بیرون چی میگذره، چه حرفهایی گفته میشه غیر از بلنگوی فرقه، هیچ گوششون هم بیرون باشه واقعا فکرشون و ذهنشون باز میشه و از این از بند این فرقه چه تمام فعالیتشون، حتی مبارزشون، هر گونه سطح فعالیت سیاسیشون، هر گونه تفکرشون و فرهنگشون، مبارزه فرهنگی سیاسی حتی در دنیای ارتباطات امروز که همه افراد آزادانه مبارزه سیاسی میکنن، در دنیای امروز همه اینها رو به بند کشیده خودشون آزاد کردن. خیلی ها هم شرای دیگه رفتن و اونهایی هم که موندن اونجا تلاش میکنن که از کنترل فرقه خودشون در بیارن، ولی خب فرقه تا حالا ترفنده هایی به راه انداخته و تلاش ها و اقداماتی کرده
غیر قانونی، غیر اخلاقی، نامشروع و قاچاقی که اینها رو تحت کنترل و باز تحت نظر و مراقبت و وابستگی خودش، مخصوصا وابستگی مالی نگه داره. مثلا با کمیساریای آلبانی یک زدوبند پنهانی غیر قانونی اونجا کردن که پول افراد رو سازمان بده، یعنی طور غیر عجبی بده، که این جدا شدگان که بیرون به وسیله کمیساریا، بخش جدا شدگان که کمیساریا درست کرده به نام رمسا دراشون خونه تهیه کرده، پول خونه رو زندگیشون رو خودش بده، هر ماه مجبور باشن برن مقرشون که اینا رو ببینن، مثلا صحبت بکنن، ببینن ارتباطاتشون چیه. بعضیشون رو چشوندن مجبور شدن فضایی قرار دادن که آی بجن ما با فلانی ارتباط داریم با فلان. اصلا اینها هیچ در حالی که قانونن و اخلاقن هیچ ربطی به مسئولین و رهبران فرقه ندارن، هیچ کدوم، حتی افراد تشکیلاتشون هم داخل چه بیرون چه اونا اونجا طبق قوانین بین المللی به عنوان پناهنده هستن. اصلا دولت آلبانی کمیساریا از عراق از بعد از اشرف لیبرتی رفتن تا الان که اونجا وارد شدن به عنوان افراد پناهنده و پناهجو قبول کردن تک تک افراد رو، نه به عنوان اعضای سازمان مجاهدین، به عنوان یه تشکیلات، به عنوان یه سازمان. الان اونجا برداشتن اطلاعیه میدن، تا حالا ما به وسیله شخصیت ها قانون حقوق بشر قوانین اونجا تحریم، سازمان های حقوق بشری بارها نامه نوشتن به کمیساریا یه ژنو، مرکز ژنو، گفتن ما خبر نداریم، ما اونجا طبق قوانین بین المللی اونجا حقوق رو و پول پناهندگی رو خود کمیساریا مستقیم به تک افراد میده، تک افراد پناهنده هم نبیم اونان سازمان، اونجا سازمانی به رسمیت نمیشناسیم. اینها در حالی که حالا ما دنبال مدرکی بودیم، بچه ها گفتن امضا جمع کنن، الان گفته بودن خودشون دارن فعالیت میکنن که شکایت بکنن، اعتراض بکنن، اینها در ستا ثابت بشه چه این برای ژنو چه این پول رو خود سازمان میده یا کمیساریا میده، اون میده غیر مستقیم، در حالی که باید مستقیم کمیساریا به تشتش افراد بده، این ثابت کنن. در ولی ما دیدیم نه، خیلی خود فرقه رجبی برداشته اطلاعیه داده که نه، هر کس اینجا با فلان فلان افراد ارتباط داشته باشه، بخواد بره ایران، بخواد بره سفارت، چه برم ایران، بره میدونم خانوادهشو، یه خانواده ها تماس بگیرم، پول بگیرن، ما به اینها، دیگه پول نمیدیم، قطع میکنیم پولشون. ثابت کرده که پول خودش میده و میتونه هر آن قطع کنه. اینجا اگر فرد پناهنده آزاد به هر جا دلش بخواد بره، به هر جا دلش بخواد زندگی بکنه، چنین ترفندهای غیرقانونی رو بهترین وقت خودشون اثبات کردن و الان سازمان های حقوق بشری شخصیت ها دارن نامی نویسن به کمیساری ژنو، چه بیا این ثابت شده، خود سازمان میده، کجا کمیساری ها میده به اینا پول، در حالی که باید کمیساری ها بده. این چنین ترفندهای، این چنین کارهای غیرقانونی، شما الان توی سایت مجاهد نگاه کنید، همین اخبار من توی شماره های یک و همینش به ترتیب باز کنید، اگر یک و دو و سه و این لینک هایی که براتون فرستادم باز کنید، اطلاعیه های سایت های فرقه رجوی، سایت مجاهد، سایت ایران افشاگر، انواع اطلاعیه ها دادن علیه فلانچست فلانچست فلانچست، اینها جدا شدن فلان و بریدن از مبارزه. کدوم مبارزه؟ اینجا وقتی شرایط سخت شد بریده رفته، کدوم شرایط سخت؟ کسی که 20 سال 30 سال در اشرف بوده، در لیبرتی بود، زیر بمباران بوده، 20 سال 30 سال همش خطر مرج بود، اونجا عملیات بود، خطر مرج بود، بعد بمباران های ایران، رژیم، بعد خطرهای رژیم، بعد تروریست به رژیم، دو اشرف، دو لیبرتی، بمباران آمریکا، زندگی سنجری، از آن همه سختی ها و بمباران ها و مرج اومدن بیرون، جدا نشدن. بعد اومدن وقتی آلبانی اومده جای بی خطر، جای اصلا نه مبارزه هست، نه خطری هست، نه مرگ هست، اومده میخواد بره، آقا فهمیده دیگه خبری نیست، مبارزه وجود نداره. آقا کدوم مبارزه؟ کدوم اطلاعات؟ کسی که مبارزه نداره اطلاعات
به چه دردش میخوره، اطلاعات نداره که به رژیم به دشمنش کسی بده. کاملا اومده ترفنده هر چه علیه من مطلبی بنویسه یا بخواد حرف بزنه یا بخواد کسای دیگه هم تشویق کنه به بیرون اومدن، بله حضور که ندارن، ارتباط پیدا کنیم رو خانوادش یا تماس بگیره، تلفن میتونه جیر بیاره به کسی بده که به خانوادش تماس بگیره. با تو چه ربطی داره خانواده؟ چه مگه میشه اطلاعات؟ کدوم اطلاعات میده؟ کجا عملیات تروریستی انجام دادن؟ کجا مبارزه کردیم؟ کدوم مبارزه؟ شما 20 سال الان 20 حداقل 20 سال از وقت عملیات اصلیشون فروغ دیگه تمام شد، صدام دیگه اجازه نداد بین عملیات کنه، مبارزه رو تعطیل کردن. هرچه عملیات بعد از اون بوده برای این در خدمت صدام بوده، برای قرمن خودم تو روابط بودم، روابط خارجی، روابطشون با عراق بودن، دقیقا میدونم تمام عملیات مرزی که میرفتن سربازهای وظیفه رو میکشتن که خودشون هم خیلی هاشون هم مسئله دار بودن، از اونجا از جمله همون سیاوش محمد حیاتی الان از رهبرانشون رو اونجا در حریب و در نیرنج دادن و ایجاد فضای سرکوب و میاش نقش دارن. همشون همون ها اون موقع میگفتن آه اینا چیه، خب ما میریم سربازای وظیفه رو میکشیم، اینا چه سرانگوشت های اختناق میستن، چه سرانگوشت های اختناق، سرکوب تو تهران، تو اون جوون اومده سرباز وظیفه یا پاسدار وظیفه اومده از وطنش تو مرز دفاع کنه، میریم اینا رو میکشیم. برای اینکه داخل نمیتونستن برن، به صدام میخواستن بگن بله ما عملیات انجام میدیم تا پول نفت بگیرن که سرمایه گذاری ها بکنن، چه تا الان میریزن زیب امثال مکین ها و زامبولتون ها و اون یک زامبولتون جولیانی دانتو اینها، این حضرات برای اینکه اگر اپوزیسیون عراق اون موقع تو ایران بود، اینا هم اپوزیسیون ایران، هم جنگ اپوزیسیون بود، معادله به خاطر جنگ دو کشور در به بعد از تمام شدن جنگ هم همیشه این جنگ اپوزیسیون رو داشتن. اون یک برجی داشت به نام اپوزیسیون عراق، هر وقت یه تروری میکرد اپوزیسیون عراق اینا هم میگفتن یه راه میدادن آبیا میرفتن صحبت میکردن ببین یه ترور انجام دادن علیه فلان شخصیت عراقی، فلان مقام عراقی، پس بنابر ما میریم یه عملیات انجام میدیم تو مرز، ببینید پاسدارا رو میکشیم. انتقام خون عراقی ها رو از سربازای ایرانی در مرز میگرفتن. این هم این شده بود مبارزه، هم برای فریب افکار از پسرهای اونجا ماها که افکارمون رو اینجوری میبستن که ما داریم عملیات انجام میدیم، یا ایرانی های خارجی هواداراشون اینا بگن که ما هستیم عملیات. کدوم عملیات؟ مبارزی بطور نداشت اصلا، الان هم مبارزی بطور نداره، کدوم مبارزه داریم میکنیم؟ چی بعدش هم دیگه بعد از سقوط صدام هم مبارزه شده بود و برای سرنگونی رژیم عراق و دولت عراق و بعدش هم آویختن دامن آمریکا و اینها و این و اون و خارج و اینها که ما سلاحشون هم که دادن دیگه، ارتش آزادی بخش و دیگه بخشش هم دیگه الان برداشتن ارتش آزادی اسمشو گذاشتن که بی کاملا بی‌محتوا و بی‌معنا و الان من یک مقاله نوشتم برات لینکشو گذاشتم نشون میدم که آقای اونجا حضرت مهدی خدای صفت برداشته خن خنده‌دار مقاله نوشته تو چیز که آقای کانون های شورشی، آقای ارتش آزادی، از این لغت ها به قلوم و سلومه موزهه چی که واقعا آدم بیرونه خود تو نویسنده تو چیه نشریه مجاهد می نوشتی اینقدر یعنی عقل تو تعطیل کردی وقتی که کدوم مبارزه کدوم کجا بود؟ الان به قول یه بار آقای مستاوی گفت خوب شدم یه بار گفت حساب کرد اصلا گفت بابا توی 20 سال اخیر بعد از واقعا بعد اون عملیات های مرزی تا الان این هم عملیات این همه کارون فعالیت تو خارج توی عراق همه کشک ظاهر فقط برای حفظ تشکیلات و افراد در فریب خورده در داخلشون قدرتشون با سیری صورت خودش نگه داره که من تشکیلات دارم من آدم دارم بعد این نگه داشتن افراد هدفی روز این نبود و الا مبارزی که سازمانی که نه زندانی داره الان مطلق یک انگوش شمار آدم های باقی مونده 5 تا 6 4 5 نفر بیشتر نمیشن از توی زندانیان سیاسی در ایران، صدها یا هزار نفر یا صدها نفر همه زندانیان سیاسی عجبیشون اطلاق میکنیم، روزنامه‌نگارانی هستن، نویسندگانی هستن، شخصیت های سیاسی هستن که همهشون از اول همون سالهای 60 ضد رجوی بودن و ضد همین ها بودن، هیچ هرگز هم اینها رو نمیخوان، مبارزه شون هم میکنن علیه رژیم، در داخل ایران مبارزه سیاسی هست
زندانیان سیاسی انگوش شما چهار پنج نوشتن نیست، همه هم باقی مونده افراد هستن که اجر مسلحانی هم رفتن اعدامشون نکردن، همه گلای مستاقی بر حساب شد از 76 تا الان که 96 در تیگه 20 سال همه 6 تا مجاهد اعدام شده، اسامیشون هم گفت چه همه نوع کاظمی و از چیز بود یه چی کاظمی بود و حضی چی باقری بود اسمش آدم رفت، بعدش هم دیدم یه چی فیض بود و یه چی حجت زمانی بود و چند نفری که محمود فیض اینا رو اعدام کرد رژیم، اینا هم 50 ساله 60 ساله بودن اون کاظمی و چیز حاجی، اینا که هر وقت برای اطلاعی پخش میکردن اینها چون اومده بودن اشرف و اینا برای خانواده هاشون رو ببینن، اینا رو عضوگیری کرده بودن برای پخش اطلاعی و تبلیغات و اینها، چه حالا رژیم اصلا اونم اصلا مسلحانه نبود اصلا، حالا رژیم اعدام کرده همه 6 نفر و بقولای مصداقی کشتی دقیقا اصلا میشونم مشخص یک و بگر هفته میره خود سازمان میتونه بجه کدوم مبارزه، همه 60 بود اعدام ها 70 بود اوائل، این ها دیگه تمام شد مبارزه شدن تمام شد، رژیم بهتر کارهایی هم کرد تو 60 و 70، تمام کارهای انفجارها ترورها هیچ کدوم نه تنها مبارزه حساب نمیشد بلکه بیشتر هم به جیب این رژیم ریخت و بیشتر هم موجب بقای این رژیم در این 30 سال شد که برخلاف کاملا بر غلط بود و برخلاف شرایط اجتماعی فرهنگی سیاسی ایران بود، تقلید از آمریکا لاتین و چین اینا جزلا مطلقا به درد جامعه ما نمیخورد، حالا اینها رو میچشه به عنوان اینکه اینا از مبارزه میبرن میرن، اون کسی که مبارزه میبره که از شرایط سخت میبره میره تو عراق میرفت چرا تو آلمانی میره چه اروپا بعد اینکه اروپا رسیده جدا میشه، اینه مثلا یه عقل ندارم این آقای اومده به چی این اطلاعیه ها رو علیه این جدا شدگان آلمانی اطلاعیه رو چی میده؟ آقای حسن نایب آقا میده به عنوان نماینده ساکنان آلمانی، این دیگه چی صیغه‌ای ما نمیدونیم، نماینده عراق تو عراق میگفتن یکی از اونهایی که تو ساکن لیبرتی بودن از رهبرانشون میرفتن با کمیساری صحبت میکردن میگفتن نماینده ساکنان لیبرتی، چون مجاهدین که نمیتونن بگن چون سازمان مجاهدین وجود نداره که از لحاظ بین المللی از کمیساری ها که به رسمیت نمیشناسه که هیچ جا اصلا نیست، فرانسه هم که اینجا هستیم من بزارت فارسش اعلام کرد ما سازمان مجاهدین به رسمیت نمیشناسیم، اون افراد پناهنده اینجا هستن، اونم اونجا به عنوان نماینده ساکنان لیبرتی میرفتن، حالا تو آلبانی هم چون مثلا نمیشه نماینده ساکنان آلبانی، ساکنان آلبانی یعنی مردم آلبانی که تو نمیتونی نمایندگی کنی، ساکن آلبانی چیزی غیره منظور اجل افرادی هستن که از عراق منتقل شدن اونجا، چه اینها نماینده تعیین کردن نماینده چی، نماینده اصلا تو لیبرتی هم کسی نماینده تعیین نکرده بود، از کجا میدونی نماینده کسی که یه عده جمع بشن انتخاب بکنن به عنوان امضا بدن بگن آقا این نماینده ماست، نماینده ساکنان لیبرتی یا نماینده نمیدونم چی پناهندگان آلبانی ساکنان آلبانی، اینها این چیزای باسمی بعد اعلام حقوقشون رو قطع میکنید، یعنی چی نماینده ساکنان بعد یه ساکنی که از بگه تو نماینده من نیستی اومده بوده بیرون حقوق از کجا قطع میکنی؟ حقوق چی داده به تو؟ اگه کمیساریه داده چون مال کمیساریه بس باید کمیساریه بده، بس خودت میدی برای چی میدی؟ از کجا آوردی بدی؟ اگر واقعا آخه پول حتی پول خود سازمان هم بده حق همه این بچه ها برای اینکه پولای نفت صدامه که به خاطر وجود این بچه ها تو عراق به اینا داده همین پولا رو چی سرمایه گذاری کردم، این پولا رو از باباش نیاورده که قطع کنم، یعنی چی قطع کنم برای چی؟ برای تو چی اصلا کدوم اطلاعات کدوم چیز به خود مدرک بده چه کار کرده علیه کسی دیگه ضربه زده به کسی دیگه ضربه زده یه تلفن داده با یک خانواده یه کسی تماس بگیره به تو چه ربطی داره؟ اصلا هیچ ربطی نداره، ایران رفتن هم معنی نه کسی هر جای دنیا طبق قانون طبق قوانین بین المللی هر جا هر کسی میتونه بره، افرادی هستن اونجا اصلا برای کار اومده بودن ترکیه یا برای از ایران یا اسیر بودن زمان جنگ از اردوگاه های عراق اسیر کرده عراق بعد از اردوگاه های از سارت این آقای ابریشمچی رفت اونجا صحبت کرد اینا هم دیدن خب بیا بریم چه مجاهدین بهتری چه راحت‌تر میشه
اومدن پیوستن به مجاهدین. حالا برمیگردیم میخواد ایران، نه خط امثال ماها که نیستن که 30 سال توی مجاهدین بودیم، از قبل از 35 سال 40 سال از قبل از انقلاب بودیم، بعدش هم بودیم، بعد کاندید بودیم، معروف بودیم، در همه عملیات تروریستی مجاهدین انجام دادن. خب ما چه نمیتونیم بریم ایران، حتی جدا هم بشیم شدیم نمیتونیم بریم ایران. اینا چه قدیمی و دست خیلی هاشون هستن، اصلا تو عملیات ها نبودن، خیلی هاشون بودن تو اصلا اون زمان ها نبودن تو مجاهدین، چه چیزی چسبی، حتی رژیم هم کار نداشته باشه، تو انواع خانواده های ترور شده ها انتقام میگیرن از ماها که حتی جدا شدیم بریم ایران، از قومخیش های منم ترور کردن، میرم اونجا به خود منو ترور میکنن، همسال ما نیستن همشون، که خیلی هاشون اومده بودن کار پیدا کنن ترکیه یا کشورهای دیگه، برداشته با فریب داده شه بیا اونجا، ما از ترکیه برده شه ما اونجا کار میدیم بهت، بعدم هر وقت خواستی ما خود تو ما میر به هر کشوری خواستی میرسونیم میبریم اونجا کار میدیم، کار پیدا با اونجا ترفنده ها بردن مونده اشرف، بعدم نتونست نذاشتن بیاد بیرون. و الان میتونه بره ایران، خانوادهش اونجا هست، اسیری که جنگ ایران عراق اسیر شده میتونه برگرده ایران، چینه حساب کرده که آی تو میخوایی زنی سفارت برگرده ایران، حالا آقایانی که اینجا سیتیزن هم خودشون هواداراشون دائم میرن ایران میان و براشون هم کارم میکنن، حضراتی که همینجا تو خارج تو فرانسه خانواده هاشون از ایران با پاسپورت ایرانی میان اینجا و با کاراشون هم با سفارت های ایران به کشورهای اروپایی انجام میدن، بعد با همین رهبرانشون حتی آدمای اعضای شورای رهبریشون تو همین فرانسه میان هتل ها هتل با خانواده هاشون همین فرانسه دیدار میکنن و سریع به همین سفارت های رژیم برای خانواده هاشون برمیگردن میرن ایران و اینا هیچ وقت مزدور اطلاعات نیستن. چی مزدور اطلاعات؟ یعنی چه اطلاعات دادن؟ یعنی چه اینا کدوم مبارزه کدوم اطلاع؟ هر تمام کارهای اینها یک ترفند با کلمات بازی کردنه، با واژه ها بازی کردنه، بی محتوا خالی ایجاد فضای ترس و اختناق و سرکوب ایجاد میکنه، شیطان سازی میکنه، فضا سازی میکنه که افراد آزاد نباشن. هر فردی آزاده، چه تشکیلات چه بیرون چه مخصومون چه جدا شده اومده بیرون، میتونه هر جا بخواد بره با هر کس بخواد تماس بگیره، با دوستش، با خانوادهش، اصلا با خانواده های دوستاش، هیچ ربطی نداره اینها به اطلاعات وضع کردن و نمیدونن سرکوب و کجوم اطلاعات رژیم میاد، افرادی که تو مجاهدین باشن استخدام میکنه، عمری تو سازمان باشن بره اونجا اطلاعات بخواد، چی میخواد چی کار کنه، اصلا رژیمی که میخواد توی اروپا کدوم ترور کرده، 3 سالی کجا کار کرده، کجا تو همین 3-4 تو آلمانی هستی کاری کرده، رژیم نمی کنه، به صلاحش هم نیست، منافعش هم نیست. اینها همه ترفنده هاییست برای حفظ افراد و تشکیلات که بیرون نرن، باز بیرون برین تحت کنترل ما هستین، مراقبت ما هستین، اونجوری اذیت میکنیم، پولتون رو قطع میکنیم، مجبور میکنه افراد رو برن اونجا پولشونی که بدن برن صحبت میکنن، آی شما تو چی کار میکنی، بیا بنویس، بیا بگو، بعد این اطلاعی ها رو ازشون میگیره که پشیزی ارزش نداره، شما اگر خودتون بخونید، مثلا میگه رفتن از نمیدونم چند تا کنگره، این تمام متن خودشون نوشتن، هرگز نماینده کنگره آمریکا، چند تا همون آدمای همیشه در صحنه خودشون، امت همیشه در صحنه در سن مریم رجفی خودشون، امثال جان بولتون و جولیانی و همین نماینده رندیور و هم چیز چی بود اسمش، این رزل ایتون و از این نماینده های کنگره که همیشه ازشون حمایت میگیرن، اسامیشون هست بین اینا چه نشون بدید، کنگره آمریکاشون این الان شماره 2 نامه اعضای کنگره شخصی آمریکایی در مورد توطئه‌های رژیم در آلبانی، یعنی متعدد توطئه‌های رژیم، توطئه کدوم چیکار کرده الان کرده، بعد از 4 سال که داره میره آلبانی، کدوم توطئه از نمیتونه رژیم چی داده، افراد جدا شده رو تمامش رژیم مالی می، فقط این سیاست همیشه این بوده، خراب کردن چهره افراد رو، آدم ها که اختیار خودشونن، با تو چه کار دارن، اصلا فرقه چه کار دارن، اومده جدا شده رو میخواد بره ایران، اصلا میخواد بره تماس بگیره با خانوادهش، باید از کجا بس زندگی بکنه، از 500 دلار مال کمیساری هست که میداده، بعد این از اون 350 دلار میده، کجای هم باید اجاره بده، هم قضا بده، کجا میتونه زندگی بکنه،
بعدش هم تهدید میکنه که قطع میکنید، هرچه ارتباط برقرار کنه، هرچه زندگی بکنه چه شما میخواهید اونطوری باید زندگی کنه، اون نمیخواد اینطوری زندگی بکنه. بعد میاد کنگرسمن ها رو چیز میکنه که میگه که بله ما دادیم وسیله از تصمیم مردی بر تزریق ایران قدردانی میکنیم از چون نفقت زان آنها بلکه امید واردی مردم ایران در پیوستن به جامعه جهانی به عنوان یک ملت سلطرب آزاد میرد با این اقدام حفظ شد. خیلی ممنون شما پذیرفتید. و چی بود 10 سال اینها رو تو عراق نگه داشته بود، مانع بود که بیاد آلمانی. چرا بعد از 15 بیشتر از 10 سال اون مجبور شدی پذیرفتی؟ من با خیلی از جدا شده ها من اونجا هم آلمانی اومدم صحبت کردم، وضعیتشون رو دیدم، وضعیت لیبرتی اینجا ها جدا شده های دیگری که از لیبرتی بعد از ماها اومدن، ما که از لیبرتی اومدیم اون زمان مصاحبه هنوز شروع نشده بود. بعدا که با بچه های جدا شده صحبت کردم، بسیاری همهشون میگفتن آقا به ما دائم و لیبرتی که میخواستیم مصاحبه بریم میگفتن برید اونجا. اگر پرسیدن آلبانی میریم بگی نه، هر هیچ چیز حق نداره بگی آلبانی میریم، بگی نه ما آلبانی نمیریم، هیچ کشور سالسی نمیریم، ما همینجا میمونیم، فقط حفاظت ما رو تامین کنین، دیوار بدین، دم کلاه خود بدین، سلاح دفاعی بدین و فقط همینه بدین بگین. اگر هم پرسیدن عملیات کردین و اینا بگین آره ما عملیات زیاد کردیم، ما همه سلاح ها رو بلدیم، انواع خرابکاری ها بلدیم، انواع کارهای انفجاری بلدیم، اینا رو بگین. مریضی حوالتون بودن بگین ما انواع مریضی ها داریم، مریضی های مصری داریم، اینا رو بگین. ببین بس چه ترفندایی میخواستن که یعنی اینها طوری چیزی هیچ کشور اینها رو نپذیره. بگن اینها رو بگن به کل یاد میدادن، توجیه میکردن قبل از اینکه برن برای مصاحبه، افراد اینطوری توجیه میکردن که هیچ کشور اینا رو قبول نکنه حتی عراق بمونه. تمام تلاش و کارهای تربنده یعنی این سران فرقه این بود که تو عراق بمونه. بعد حالا اومده به کنگرسمن ها می نویسه که آی ما خوشحالیم که شما اینا رو نجات دادین از عراق، اومدن اونجا وقتی که آمریکا مجبورشون کرد خب باید همه بیرن سمن و تاعدن. این فقط به آقای آمریکا ارباب بزرگشون فقط میرن سمن، از اشرف هم که نمی رفتن تا وقتی خانم کلینتون گفت وعده داد از لیست در میاریم و لغه دستور داد و مجبور شدن بره. ولی ما مطمئنیم تاریخ اقدام شجاعانه شما را به نیکی در این همه سر تمام استران و تنبرستان سرانجام هموطنان ایرانی خدا از زنجیر سارت رها خواهند کرد. کدوم به تنبرستان اینا یا تنبرستان که همیشه زنجیر اسارت اونجا بودیم و چرا استرار داشتیم که اونجا بمونیم؟ تمام اصطلاحات خودش نرجی زن چیز آمریکایی ها نمیدیم زن. از توی جار رژیم دکتاتوری حاکم بر ایران بر فشار و خرابکاری خود علیه سازمان دخلنه در هر جایی که پناهجو ادامه میدهد بودون فشار و خرابکاری رو جرد رژیم توی آلبانی توی عراق تروریست های رژیم بودن توی آلبانی جنیز بند. ما مخصوصا از فعالیت های روزن رژیم ایران و عاملانش در بالکان تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و مذهبی آگاه شدیم که اتفاقا برای جمع‌آوری اطلاعات و گسترش فعالیت های تروریستی برنامه‌ریزی شده. مطلقا همچی دشمن جنایتکار رژیم کلی آدم اعدام کرده، تروریست میام کرده، خود دروغ بسته به دشمن که به نفع دشمنه. حرفای کدوم تو بالکان چه فرهنگی مذهبی آگاه شدیم که کرده چه برای انجام کارهای تروریستی؟ عمر فعالیت فرهنگی هر سفارت یا آزاد والد فرهنگی بکنه، این چیزای دروغ بستن به رژیم که به نفع رژیم بدبختا همه کاراتون که به جیب رژیم پر ریخته. کنگره هم را قصد دارد استمرار انزوای دیکتاتوری حاکم بر ایران را تضمین کند. ما از شما میخواهیم که با دقت فعالیت این رژیم رز را در خاک آلبانی زیر نظر داشته باشید. این رژیم رز را اصلا هیچ کنگرسمنی نمیگه. اینجور چیزا همه صفحه های خود سازمانی که من خودم تو روابط بودم به اسم همین شخصیت ها و جریان ها هم اطلاعی می نوشتن، من خودم به زبان خود اونها یعنی عربی ترجمه می کردن به منتشر می کردیم. اینا هم همینجور انگلیسی هم خودشون ترجمه می کنن، کسی ها به ترجمه انگلیسی اینا نگاه کنه می فهمه که کامل فارسی، اصلش هم همین اصل فارسیه. برداره داشتن مثلا از قول این جدا شده ها هم اطلاعی ها دادن که اطلاعات تشبسات کثیف وزارت اطلاعات آخونده در لانه جاسوسی رژیم در آلبانی علیه مجاهد، این همون اطلاعی ها که انگار تو تهران مثلا توی عملیات سال 60 لانه جاسوسی آمریکا چه قبلا میگفته حالا از اون یاد گرفتیم در اون جاسوسی بگیم مثلا بیاد جاسوسی کنه که چی کار میکنی؟ مگر رژیم ترسی در کدوم تر رژیم از کجا اصلا چی هست؟ رژیم تنها دشمنیه که با شما داری انتقامیه، اصلا میخواد اصلا نابود کنه، رو فرو بکاشه، دلش میخواد
ولی کدوم اطلاعات، کدوم مبارزه میکنید که بیاد جاسوسی کنه ببینه شما چی کار میکنید؟ شما کاراتون همه علنیه، همه واضحه. هم تو عراق بعد از تحویل سلاح آمریکا اومد، عملیات چه نداشتین که همه کاراتون همونجا هم آلواری علنی، همه چه مشخص، خودتون هم اطلاع میدید اعلام میکنید. کدوم لانه جاسوسی اطلاعات؟ افرادتون هم لیستشون، لیست افراد رو بارهای بارها به سازمان ملل دادید، به دولت عراق دادید، دست رژیم صد بار بیشتر از همه ایرانی ها. خانواده ها اطلاع ندارن از بچه هاشون، ولی رژیم خبر داره، کمیساری ها و سازمان ملل خبر داره، عراق خبر داشت. همه اسامیشون همه هست، میدونن چی هست چی. مبارزه اطلاعات مالی سازمانیست که مبارزه داشته باشه. کدوم مبارزه رو میکنید شما؟ بعد هم روزه که نامه این اعضای کنگره، بعد اینا رو چیم جا نشون دادید توی سایت های مجاهدین، بعد لیست افراد رو و همین کنگرسمن های همیشه جون بلومفیل، ساویز، جیمز کانوی، لویس فری، رودی جولیانی، پادر چندی، ویسلی مارتین، همه چه توی عراق هم بودن، گری موش، شمایی که فرمانده های اشرف بودن، کل آب گوش میدادن بهشون، انواع غذا میدادن بهشون، منواع رسیدگی ها هم کردن که همهشون نمیشه گفت، حضرات رژیم امضا کردن. بعد همین آمریکایی های ثابت قدیم خودشون مثلا توریستی اینها اونجا نوشتن دادن که حضرات امضا کردن. حالا ابلاغیه قطع رابطه و کمک مالی به فلان، به فلان افراد رو اسم بردن که ولی با نام برده در تاریخ فلان به خاطر این چه از اون سختی ها و مبارزه نمیتونست تحمل بکنه، به آلبانی رو عراق رو تحمل کرده 20 سال 30 سال، ولی آلبان اروپا رو نتونست تحمل کنه، بعد جدا شده، بعد امضا کرده فلانی فلان و با صرف هزینه زیادی فلان با آلمان منت میذاره، با آلمانی فرستاده شد و کلی مخارج دورا سازمان عهده‌دار کردید. از اون از کجا برده بود؟ از پولای صدام، به خاطر حضور همین ماها اونجا میداد بهش. حالا همین هم منت میذاره و خود را هوادار سازمان زدیم اعلام کرد، یعنی جدا شد، گفت من هوادارم. اون کسی که عضویت میده، هوادار میده، بعدم خواهان کمک مالی میشه، اشنون با توجه به خبرها مبنی و ارتباط نام برده وزارت اطلاعات اونجا چه کار میکنه؟ چی در حالی که متعهد شده بود هر گونه ارتباط مستقیم، یعنی مستقیم با رژیم و معامله، او چیه؟ بسیار ننمیشنی چی؟ کدوم اطلاعات داده؟ چه کار کرده؟ حضرات همینجوری فضا میسازن، اطلاعات اینجا کدوم کچه رفته، چی کار کرده، چی رو لو داده که برن زندانی کنن، برن سرکوب کنن، نمیگن لو دادن، اطلاعات دادن، چطور نمینویسی؟ آخرین امضا کرده نماینده ساکنان، نماینده ساکنان در آلبانی، نماینده ساکنان در آلبانی اصلا نایب آقا و چیه؟ اصلا نایب آقا نماینده از چه نماینده ساکنان در آلبانی شده؟ این آقا ما یونان بودیم، مسئول ما بود، چیز عضو تیم ملی فوتبال ایران از زمان زمان شاه کردن، حتی سال هم بیشتر داره. این آقا اصلا از اون مسئولین بالای مجاهدین بود از جدول، الان هم پیش کنم استفاده از مجاهدین رسما به عنوان رسمی، اما در اصل جزم ایدولوژی های خود به اصطلاح از راز ایدولوژی چمون بالاهای مجاهدین هم رسما روز شوراست و کمیسیون ورزشه. این آقا شده به خاطر اینکه زمان های یونان مسئول ما بود و مسئول زنجبن اونجا بود و همیشه یونان سالها بوده، به خاطر اینکه آلبانی هم مرز یونان، زبان و فرهنگشون نزدیک اون منطقه رو میشناسه، حالا اونجا کردن مسئول جاسوسی علیه جدا شده ها و کنترل و مراقبت اونها، به عنوان اسم خودش روش گذاشته نماینده ساکنان در آلبانی، انگار نماینده مردم آلبانیه. ساکنان کجا؟ ساکنان کجا اسمش گذارده؟ چند تا قرارگاه اسمش گذارده، چند گذاشتن اشرف چه نجان چه اشرف لقره هست بجن با این ترفنده های مسخره و خنده دار که الان اصلا این لیبرتی هم حتی نبوده. آخه این از لیبرتی اومدن به آلبانی، این آقا اصلا نایب آقا یک روز هم لیبرتی نبوده، این آقا از اول و بعدم همیشه در پاریس با مریم قجر بود و
بعدم پناهنده مجه نماینده داره، پناهنده نماینده خودشه که از کجا چه فرد دنیا گروه نماینده های مثلا سوریه، نماینده های عراق، نماینده های فلان چیز برای خودشون نماینده دارن که پناهنده های عراق، پناهنده های سوریه ایران برای خودشون نماینده دارن بره کمیساریا پولشون رو بده تا اون پخش کنه. همین چیزی کجا قانونیه؟ این کار کاملا غیر قانونیه. اینا همه ترفندای با زد و بنده هایی که با پول انواع اقسام به ترفندا با برخی اعضای کمیساریا اونجا کردن که کمیسر ژنو اصلا خبر نداره. ما بچه دوستان اونجا میخواییم همشون جمع بشن، امضا بدن، اعتراض بکنن، نامه بنویسن به کمیساریای ژنو که آقا اینجا این زد و بند شده، ما نماینده نداریم، ما هرکس اینجا پناهنده ایم، نماینده خودمونیم و حقوقمون رو باید کمیساریا بده، سازمان ملل پول داده به کمیساریا باید بده، ما مجبور نیستیم و به خاطر گرفتن پول باید بریم به مقرشون تا با ما این بیان اطلاعات بپرسن با چی تماس داری، چی حق داره بگه من با چی تماس دارم یا چی با چی از چی اومده فلان کوچی کجا میره. برداشتن به بعض از بعضی هاشونم پرسیدن و اومدن اطلاعاتی دادن و بعدم نوشتن و اینها رو منتشر کردن که بله این ارتباطاتشو نوشته، اونا به چه حقی الان خودشون الان میجن تماس گرفتن آقا میجن آقا من اصلا اطلاعات ندادم چیز همینها رو خودشون نوشتن خیلی هاشون. بله خودشون به اسم افراد میتونن بنویسن. همین دختر من الان جدا شده به خاطر یه چی رفته تو اینترنت، این همه هم ذهنش باز شده، همه رو دیده، خونده مقالات رو، بعدم دیده که به اسم خودش و عکس خودش، اسم خودش اطلاعی دادن علیه من و خواهرش. در حالی که بعد گفته خواهرم اومده بوده دم لیبرتی، من رفتم دیدم بردنش. در حالی که حتی رفتن خواهرش دم در لیبرتی دمش هم بهش اطلاع ندادن. بعد دیده گفته اعتراض کرده چه اون چیه چی نوشتیم، حتی ما واقعا من خودم فکر میکردم حداقل نوشتم خودش دیده موافقت کرده یا محورهاشو دادن گفتن اینو باید بنویسی، اصلا اطلاع ندادن بهش، بهش بهش اطلاع صادر کردن علیه من و خواهری که منم اومدم لیبرتی دیدم دمی دریدم خواهرم نیست. در حالی که مطلقا به خودش نگفته بودن چه همچه چیزی، اطلاع نداده بودن، حتی اومدن خواهرش اطلاع ندادن، بعدم این حرفا رو نوشتنن. اینها علیه به اسم افراد اطلاعی برمیدارن مینویسن به راحتی، چنانچه من خودم تو روابط بودم به اسم نمایندگان پارلمان، حتی همین آقای علامه حسینی که من گفتم اطلاعی هاشو پخش کردم که قطع رابطه کرده با این فرقه، کارها به اسم اون و مصاحبه درست می کردن، سؤال و جواب هم نمایندگان پارلمان عراق هم اون علامه حسینی لبنانی به اسمشون مصاحبه درست می کردن، سؤال و جواب خودشون درست می کردن به فارسی می زاشتن جلو من اینو ترجمه کن. می گفتم خب این که عربه، خب این عرب که حرف زده به فارسی حرف زده یا عربی، خب این عرب که یه حرف عرب رو چرا من به عربی ترجمه کنم. می گفتم بابا ما خودمون نوشتیم، فارسی نوشتیم، چی کار داری ترجمه کن دیگه، ما خودمون از زبانش می نویسیم منتشر می کنیم، خودش موافقه پول دادیم بهش، همین این به ترفندها برای منتشر می کرده. همین کارهاشون دروغ، بر اساس این دروغ اینقدر از این تقلب ها و دروغ ها دارن، یا افراد رو مجبور میکنن یا به اسمش مینویسن. اینها انواع حرف ها اینا مینویسن که من نمیخونم. حالا من البته زیاد مطالب اطلاعی ها و اینها من هفته، من فقط کلی اشاره میکنم موضوعاتش رو بخوام بخونیم طول میچشه. های محمد کرمی هم بعد از هفته آینده مصاحبه دارن، به طور تفصیل اینها رو خواهند خوند و خواهند گفت و اخبار جدید هم حتما تا اون موقع از در رابطه با آلبانی خواهند گفت میگه و توضیحات بیشتر میده. همچنین اخبار دیگه هم هست چه ایشون میگن. اینها الان من باید اسمشو ببرم که خود من جدا شده ها رو تماس گرفتیم که الان توی سایت فریاد آزادی هم هست الان منتشر شده، آقای کرمی هم توضیح خواهند داد که یک فردی به نام مهدی سلیمانی معروف به هومن این دو سه سال اینو کردن به عنوان جدا شده
خود نفوذی سازمان به عنوان فرد تشکیلاتی خودشون رو به عنوان نفوذی فرستادن توی جدا شده ها که اطلاعات جمع کنه و اینها رو انواع اقسام ترفنده ها رو بچشه، بعضی ها سفارت و بعضیشون میدونم پول از خانواده هاشون درخواست بکنه، کلی خانواده از خانواده هاشون از ایران کلی پول گرفته به افراد نداده خورده، انواع کارها کرده تا اینکه جدا شده ها شناختن که با این نفوذی خودشونه. الان هم کاملا معلومه اطلاعی هایی که میدن از برای تشتش افراد میگم پولشون رو قطع کردیم، با اینها با این رابطه برقرار نکنید، این با خانواده ها در ارتباطه، با رژیم در ارتباطه فلانه، ولی این مهدی سلیمانی رو نمی نویسن فقط برای اینکه دیگه گاو پیشانی سفید شده همه شناختن، برای ردگم کردن نوشته بله اینم حضور اطلاعات فلان واجه حضور اطلاعات سرا، برای مهدی سلیمانی نمی نویسید رابطه با این نداشته باشید پولش قطع میکنید. این کاملا معلومه این آقای مهدی سلیمانی از همون افراد خودشونه که فرستادن اونجا با برای انواع ترفنده ها اونجا داره کار میکنه، بی اعتمادی ایجاد میکنه علیه افراد، افراد به همدیگه بی اعتماد میکنه، برای همه انگی میزنه آن اطلاعاتی آین جاسوسی آی فلانه و از خانواده ها تماس میگیره که پول بدن بفرستن، بعد اون فکر میکنه خانواده این پول رسیده به دست بچهش دیگه نمیفرسته، میبره میده به سازمان اصلا نمیده، انواع اقسام این کارها رو کرده، الان کاملا اینو شناختن تردش کردن و ترفنده هایی که اصلا کمیساری ها گفتن اعتراض کردن شناخته دیگه، الان تبه کمیساری ها داره فعالیت میکنه این مسائلشون رو حل بکنه. بعد این تمام این حرف ها که الان شما خودتون نشون بدید، این همه شماره های اول دو سه چهار پنج من زدم همه در سایت های فرقه رجلی هست، اینها رو همه نوشتن و سفارت اصلا کسی که بخواد بره ایران، آقا به تو چه با اینکه بتوانم همسرم بیارم، من رفتم زنگ زدم که من همسرم تو ایرانی میخوام همسرم بیارم از ایران یا خودم برم ایران، آقا اینا مگه جرمه برای یه نفری که جدا شده کجای ایران رفتم کجای تلاش بکنه همسرش از ایران بیاره، جرمه خودتون همین کاره که خودتون اینجا میکنید. اصلا همه بچهای جدا شده همه بچهای مجاهدین یادشونه تو سالهای 70 خود سازمان هر چه جدا میشد سالهای اواخر 70 تا دهه 80 هیچ کسی رو به خارج نه، موقع هر چه جدا میشد خود سازمان میتونست چی برای اروپایی خود خارج، بعد از اون دیگه مسعود رجبی گفت که نه ما بعد از این دیدیم که خارج رفتن اونایی که جدا میشن از ما میرن خارج علیه ما افشاگری میکنن علیه ما مطلب مینویسن و اسمش رو گذاشته بود تومه وزارت اطلاعات میشه، اون هر چه با ما نیست و مخالف ماست و بخواد علیه ما مطلب بنویسه بجه میشه با دشمنمون، هر چه با ما نیست بر ماست منطق همه دیکتاتورها اینه، هر چه با ما نیست بر ما داره با دشمنمونه، این خدکشی من و غیر من و دشمن کار همه دیکتاتورهای دنیا بوده از شاه گرفته تا خمینی و آخوندان همیشه همین بوده، هر چه مخالفشون بود آمریکا آقای نوکر آمریکا از اون اول انقلاب با همین آقای جورج بوش هم آقای حسین اینا الان میگن هر چه با ما نیست با رژیمه، آقای میده... جورج بوش هم همینو میگفت، اجازه بدید بله. چون این مقاله رو آقای کرمی فرستادن در رابطه با مهدی سلیمانی سر تیم اطلاعات فرقه رجوی در آلبانی و شما هم گفتید که ایشون نفوذی هست مواظب باشن، اینجا نوشته که مهدی سلیمانی هومن، بذارید من مقاله رو نشون بدم که دوستان اگه خواستن دنبال کنن، نوشته که سر تیم اطلاعات فرقه رجوی است که مدت 2 سال است خودش را به عنوان جدا شده در بین خانواده ها جا زده است، شمه ای از عملکرد این سر تیم اطلاعات فرقه رجوی به شرح زیر است، دادن ریز گزارش وضعیت افراد جدا شده که در آلبانی هستند به اسماعیل مرتضایی توی پرانتز جواد خراسان از فرماندهی نظامی فرقه رجوی، بعد ادامه میدن که طبق اخباری که از درون تشکیلات فرقه رجوی در آلبانی به دست ما رسیده مهدی سلیمانی با نام هومن سر تیم اطلاعات که مدت 2 سال از خودش را این که باز تکرار شد، بعد میاد اینجا مینویسه که چون افراد جدا شده مشکلات مالی دارن و پول کافی نیست، گویا این آقا یه حسابی باز کرده و به اونها میگه که من میتونم براتون پول جابجا کنم و وقتی که این خانواده ها برای فامیلشون حالا که خوشحال شدن و اینها در آلبانی هستن گویا پول میریزن، این آقا یه مقداری رو به اصطلاح اخاذی میکنه و برمیداره و اینها، در هر صورت
میگن هموطنان عزیزی که فرزندانشان در آلبانی هستند باید مواظب این کلاهبردار یا کلاهبرداری ها باشند. امیدواریم حالا بعد با خود آقای کرمی هم که صحبت میکنیم در این مورد بیشتر توضیح بدم. من خودم اون عکس ها رو لینک ها رو نشون دادیم که گزارشات اصلا خنده آوره که خود طرف مثلا نوشته من جدا شدم به خاطر که مقاومت نداشتم و به قول شما چجوری کسی توی لیبرتی و اشرف توی اون شرایط ناهنجار مقاومت کرده، حالا توی آلبانی 20 سال 30 سال. بله بله، حالا توی آلبانی نوشته که من بریدم، بعدم نوشته که اینها تماس خواستن بگیرن و تماس نگرفتن. ولی یه مقاله هم آقای داوود ارشد هم شما رفته بودید در پارلمان و یه نفر آمده بود شما رو تهدید کرده بود. من می‌خواستم ببینم شما به پلیس مراجعه کردید؟ چون تو آمریکا اینجوریه، اگه یه نفر به یکی تهدید کنه و اون طرف مقابل شکایت کنه، پلیس اونجا به اون طرف یک دستوری ابلاغ میکنه که شما حق نداری مثلا تا چند متری این طرف باشی. و من میدونم که آقای داوود ارشد انگلیسی رو کامل میدونن و توی این جلسات صحبت میکنن، شما هم که چند زبان وارد هستید، در صورت اجازه ندید که اینها برای شما قلور بازی در بیارن و هنوزم فکر کنن توی صحرای عراق هستن و با چوب و چماق همونجوری که به خانواده های مجاهدین حمله کردن به شما و دیگران حمله کنن. در صورت اگه این کار رو نکردید، به نظر من به پلیس گزارش بدید که این آقا شما رو تهدید کرده. ضمناً اطلاعیه فرقه رجوی رو همونجوری که شما لینک ها رو فرستاده بودید من نشون دادم و اگه در این موردم میخواین لطف کنید صحبت کنید، بفرمایید. حالا این موضوع رو خواهم رسید که از محورهای صحبتم هست. ما اشتباه کردیم، البته همونجا درجا باید میگفتیم، ولی بعدا اطلاع دادیم، البته بهشون حتما رسیدگی خواهم کرد. این موضوع رو تهدید به تروریست در داخل پارلمان اروپا، ما اونجا گفتیم شاید مثلا اینها اسالی پیش بیارن، یاد اینها درجا نگفتیم، البته میتونستیم باید هم درجا میگفتیم. برای اینها کاملا هم گفتیم بعدن و رسیدگی خواهند کرد، مثل همه پرونده‌های تروریستی که همه دنیا دارن. نما توی فرانسه هم که همیشه پروندهشون زنجیردار شده، بعد از این کارا کردن. بله، من فقط ادامه هم صحبت ها هم میخواستم بگم که ببینید تو سالهای دهه 80 این آقای رجوی اومد صحبت کرد، گفت که خط ما بعد از این هر چه جدا بشه باید بره ایران. کاملا بعدم تک تک ما هم حسابرسی میکردن و دائما زیر بادجویی و زیر فشار که هر کس باید خودشو بذاره در مرز ایران و بخواد بره ایران. یک بار همه رو گفتن تو اصلا من خودتو در مرز گذاشتی رفتی ایران، یعنی یک بار باید حساب بکنی که من اگر یک روز بخوام ببرم بخوام برم. هر اون روز چنده بریدن از مبارزه میگفتن. این کلمات قرار به درد عراق اگه بودن تو عراق میخورد باز میخورد، ولی توی اروپا دیگه کلمه بریدن از مبارزه و سختی دیگه مسخره است. برای عوام فریبی و ذهن پیس دادن ذهن ایجاد فضا. بعد هم میگو هرچه ببره بره باید بره ایران، میبره میذاره مرز، هر فرد رو میذاره میذاشتن، افراد جدا میشدن، خیلی ها رو بردن گذاشتن مرز که همونجا دستگیر شدن، بعضیشون اعدام شدن، بعضیشون همونجا ها که اعدام میشدن هم افراد پاسداخود ایران رژیم افراد نگه جزیم منصدیم و مثل صدام و مثل شاه و اینا چی نیست که مثل خیلی از رژیم های دنیا انواع خانواده هایی دارن مال پاسدارها، مجاهدین کشتنشون، انتقام میگیرن هر جا ببینن، بسیج هست، سپاه هست، خودش یه قدرت یه دولت هست، همه کار میکنن، یا گرفتنشون کشتن یا زندان کردن یا اصلا معلوم نشد چه بلایی سرشون اومد. خود مجاهدین میبردن میذاشتن ایران که آقا بره ایران، چی میگفتن اگه ایران بره اونجا معتقد بود که تومه نمیشه، میره یا میکشن یا دستگیر میکنن یا چیز میکنن یا دیگه چیز میشه، یا کار میکنه یا از دستشون در میره دیگه، دسترسی به رسانه های بین المللی نداره دنیا ما رو افشا کنه حد بزنه. و اگر چطور اون موقع ایران بردن هرچی جدا میشد باید بره ایران، ولی الان یه جدا شده بخواد توی آلبانی بره ایران میگه نه این مزدور اطلاعات شده یا میخواد بره مزدور اطلاعات بشه. این همه هزاران نفر رفتن ایران تا حالا چیکار کردن؟ کدوم ضربه زدن؟
تو مبارزه داشتی چه ضربه بزنن، اصلا به همین علت که مبارزه ندارید رو دارم میشن. اگه واقعا اینها به خاطر آرمانهایی که اومده بودیم ما توی مجاهدین، اون آرمانها رو میدیدیم که داریم میرسیم و هدف و جهت و حرکت رو به طرف همون آزادی مردمه، عدالته، مردم پایگاه داریم، ما همون پایگاه که همیشه داشتیم داریم و واقعا حرکت و خد مشی رجوی دستگاهش رو به آرمانهایی بود که ما اومده بودیم که جدا نمیشدیم، هر سختی رو قبول میکردیم. علت جدا شدن که حتی بعد از رفع سختی هم میبینید جدا میشن، اینجا هم میبینید آر به خاطر اون چی اومده بود دیگه نیست، مبارزه نیست، درست برعکس زندانی کردن به نمایندگی از رژیم. من میگم آی مردم ایران، آی ایرانی ها، اپوزیسیون ایران، وکلا آلبانی، این افراد زندانی سیاسی رجوی هست، به نمایندگی از رژیم مبارزان سیاسی ها رو زندانی کردی. اینا آتل باطل اونجا موندن برای چی؟ شخصیت های انقلاب از زمان انقلاب و زمان های سال های 50-40 همسال ما هستن اونجا سیاسی هست. اینها بسیاریشون توی کشور اروپایی تو داخل ایران مبارزه سیاسی میکنن، فرهنگی میکنن، برای جامعه خودشون، برای مردم خودشون به درد میخورن، زندان هم میرن، همه جا میخورن. این میشه مبارزه؟ کدوم مبارزه؟ این اسارت، این به نمایندگی از رژیم زندانی کردن افراد رو، افراد اونجا برای این میان بیرون، هر کس میاد از اونجا بیرون خودش آزاد میکنه، رها میکنه که بیرون میتونه مبارزه کنه، میتونه فعالیت کنه. امروز با اینترنت، با دنیای مجازی، با وسایل ارتباطی امروز بهترین زمینه هست برای مبارزه سیاسی، هر کس بخواد، همه جای دنیا هست. پس یکی هم همین افشای ترفندای رجوی که بهترین مبارزه سیاسی به نظرم برای کسایی که جدا میشن باید بنویسن، برای مردم ایران و برای تاریخ ایران باید بگن و بنویسن، افشا کنن اون چه گذشته اونجا و این نیرنج و فریبی که هزاران نفر از مردم ایران رو و جوانان ایران رو فریب داد، پیر کرد، هفت گذشته سالی کرد اونجا، چی به اسم مبارزه، به دشمنانش هم، به دشمنان همونها بهترین خدمت رو کرد. این چی اومده به من، هرچی با من نیست با رژیم، با رژیم چی رژیمه؟ همه دیکتاتورها همین حرف میزنن، محکوم به اعدام میکرد برای چی؟ با دشمنی حرف میزنی علیه من، پس به دشمن خدمتی، پس مرتدی، پس نوکر آمریکایی، این میگه نوکر رژیمی، تو مرتد، ارتدا. ارتجا همینه، هر کس حرف علیه من بزنه با خونش هدره. مثل آقای رجوی که اصلا تهدید به قتل کرد هر چه علیهش حرف میزنه، هر مجاهدی که به بره بره بیرون به اسمش جدا بشه بره علیهش حرف بزنه، بره بره افشاگری بکنه، خونش هدره. دیکتاتور و ارتجای همینه اون، هر چه. پس بنابراین مبارزه تو کاری تو با رژیم از اول هم بوده، همش برای قدرت بوده، چون اون مرتجع بره بنه من مرتجع باشن سر قدرت. حاکم میگه چون این هیچ وقت آرمان هیچ کس نبوده، هدف هیچ کس نبوده از اونها. الان هم هر کس اینه درد کرده میاد بیرون و آزاد، هر جا بخواد زندگی کنه، هر طور بخواد زندگی کنه، هر جا بخواد. این ترفنده ها و امضاگیری ها و نمیدونم این روی کلماتشون شما دقت بکنید بپرسید، آخه فلان مثلا حرفشون رو فلان سایت نوشته، سایت رژیم نوشته، بنویسه چه کار داری؟ هر چه حرفی میزنی نامه نوشته، برداشتن مثلا یه نامه نوشته چی به خانوادهش و اینها، و معلومه که این فاصله گرفته بوده این نامه رو نوشته های محمد جواد نوروزی، بعدش هم اومده نامه نوشته این کار اومدن کاملا حقوقش اونجا بوده، باید میرفته میگرفته، حرف زدن اومده این کار کرده که من اینجاشو اینجوری نوشتم خوش عوض کردن، ولی این نامه 100% فاصله گرفته بوده نوشته. هیچ کس از داخل تشکیلات غیر از اون، چرا کسای دیگه به خانوادهشون نامه نمی نویسن، عکس نمی فرستن، اومده بوده بیرون. بعدش هم به ترفنده های میچشن میگن آقای تو نامش رو فلانجا پخش کردن، فلانجا عوض کردن، بیا اینه تصحیح کن، بیا بگو فلان من نامه اینجوری ننوشتم، اینجوری نوشتم. اینطوری افراد رو زیر فشار و تزییقات و فضاسازی و اینها قرار میده، خیلی هاشون اینطوری هست. بعضی هاشون هم که اصلا فرستادن بیرون و جدا شدن، مجبور کردن، فضای ایجاد کردن با انواع ترفندها که بیرن جاسوسی میکنن علیه جدا شده های دیگه، که به اینها بگن که آی با فلانی ارتباط برقرار کرد، آی با اون رفت، این میخواد بره ایران، این میخواد بره فلان، حقوقشون رو قطع بکنن. به چه با چه منطقی؟
این الان بچه ها الان این مهدی سلیمانی موزوری فرقه رجبی که همین فرستاده توش دارد، این الان فیسبوکش هم هست، حالا من میتونستم اگر بفرستم میتونیم فیسبوکش هم نشون بدین، عکسش هم هست، میتونم اون دست خودش هست بله میتونید نشون بدین. اصلا این هم فیسبوکش باز کرده که یک دونه هم علیه فرقه نداره، اگر واقعا از فرقه جدا شده بود و این هم فعالیت میکنیم علیه رژیم، یک چه علیه فرقه یک چه علیه فرقه رجعی بنویس نمی نویس هرگز چه جدا شده. یا مثلا من الان یک شماره 6 خیلی جالبه واقعا، تو همین افرادی البته من توی زمینن نتایج اونجا اسامی پخش کردن که با گفتن مواظب اینها باشن، چند نفر هستن که گفتن مواظب اینها باشن چه چیزن اینها اینها رو اینها افرادی هستن که به عنوان جدا شده هستن ولی جاسوسی میکنن تحت فشار هر به هر علتی، اینا شهاب فروزنده الان البته خبر رسیده چه دیگه اینها رو اونجا دیدیم چون اسمشون رو اونجا بچه کمیساریا گفتن اینها جاسوسی میکنن برای فرقه، الان فرقه داره اینا رو فراری میده، شهاب فروزنده، جواد عرب، شهرام نصرتی، مهدی سلیمانی که اصلا مهره سوختهشون دیگه همه شناختن، اینها افراد هشدار میدیم و خانواده ها و افراد بچه های جدا شده اونجا که اینا رو بشناسن و با اینا چگونه ارتباطی برقرار نکنن، حرفی نزنن که اینها کت فروخته همین فرقه، بقیه بچه ها همه دارن تحت اختیار الان کمیساریا شکایت کردن اعتراض کردن تحت اختیار کمیساریا قرار گرفتن و اعتراضاتشون رو میکنن، همه آزادانه فعالیت هاشون کارشون رو میکنن که از هرچی بیشتر از زیر کنترل این فرقه در بیان. من فقط یک مقاله رو اینجا ببینید شما شماره 6 رو نشون بدید، یک مقاله این آقای مهدی خدای صفت از این مهره های بالای این فرقه چه واقعا این همین کسی بود که به همین سالای 60 من با آقای پرویز یعقوبی از بنیانه با بنیانگذاران مجاهدین بوده و از اوایل بنیانگذاری مجاهدین اصلا حضور داشته، 10 سال بعد حتی قبل از ورود رجوی به سازمان که حتی رجوی رو همینا حضورگیری کردن، الان 80 خورده سالشه، از سال 61 جدا شد، یعنی همین در همین اوور اولین نفری بود که خواستار تشکیل کنگره شد که برای اخراج رجوی و برای تغییر رجوی، چون دیگه در ایران مقاومت اسمشو گذاشته بود جنگ شهریش کس کرد، ترهیش همه غلط از آب در اومد، سایش اسما سرنگونی همه غلط از آب در اومد، اینا رو گفت همه تقصیر این همه از بین رفتن نفرات و از بین بردن این همه نیرو رو برای موندن تو ایران برای جنگ سریچ شهری اینا باید جواب بو بشه و اشتباهاتش رو جواب بده که نتونست جواب بده که بعد همین جریان انقلاب ایدولوژی را انداخت، به قول آقای یغمایی اولین بریده باقی از مبارزه خود رجوی بود که انقلاب ایدولوژی را انداخت به عنوان سرپوش افراد را همش بدهکار بکنه و یقشون رو بگیره، باید خودتون رو تمیز کنید داخل خودتون، خود شما باعث شدید، خود شما اینجوری کردید، همیشه اینجوری رجوی هر وقت شکست خورده شکست رو انداخته تقصیرش کردن افراد فروخ، از ما از فروخ که برگشتیم که اومد، من فقط واقعا نشسته بودیم که یه چفته بعد از شکست فروغ این همه 1500 نفر کشته دادن و از بین رفتن این همه نیرو که از خارج آورده بود و از داخل و از همه جا این همه از بین رفت نیرو و جوانها به اسم رفتن به تهران و گفتن حالا میخواد چی بگه، چی جواب باید بگه دیگه، خب بالاخره چی دور فوجی میخواد بکنه، ها دیدیم اومد یقه ما رو گرفت که شما ها مقصر بودید، رفتین توی جنگ جبهه جنگ هیچ زن بودید، حالا این آقا تو اتاق عملیات با زنت نشسته بودی به چه زن بودی، ما ها که توی خون و آتش و خون رفتیم توی جنگ و هر لحظه ترس هر لحظه خطر مرگ هیچ زن نمیاد، از این مزخرفات تو بچه بود کرد به
چند ماه بعدش هم طلاق و جدایی و همه زناتون زمان منه و اینا همه بریدجی به قول آیت ما، این از بریدجی خودش چه میانداخت کردن دیگران، چه دیگران رو بدهکار کنی یخی آوار نگیرن به حساب راه چی میگن دست پیش میگیره که پس نیفته. این آقا حالا این اومدن اونجا در خواهد کنگره کرد و اینا چه باید جواب بده، میگفت خود آقای پرویز جعقوبه برای من تعریف میکرد، همین پاریس دیدار میکردم باش، میگفت همین آقای مهدی خدای صفت اومده بود به من میگفت بیا این شعاب کنیم، بیا ما اصلا جدا بشیم، بیا اصلا کامل یه دونه سازمان دیگه جدا بکنیم. من نه گفتم اصلا اینا اخراج هم باید اینا اخراج شدیم مسئول از جد، اینا دیگه مجاهدین نیستن، اصلا سازمان مجاهدین همون راه روش حنیف نژاد و بنیانگذارانی که برخلاف این بود، چون گفتن کنگره باید تشکیل بشه، قرار ضابطه تشکیل کنگره و انتقام رهبری مادام لوب نداریم، هر رهبریش اشتباه کرد باید استعفا بده. همین مهدی خدای صفت با آقای پرویز یعقوبی بوده میخواسته بشه، حالا اومدن فتفند ایجاد کردن و فضایی که اینا رو چشوندن طرفشون و زار و جنجال و اینها، چه دیگه ایشون منزوی شدن و خارج شدن از اون موقع، تنها هستن به خلاف نوشته هایی داشتن، کتاب هایی نوشتن، نامه هایی که نوشته به قبل شمسینا رو من تو سایتم منتشر کردم سالهای گذشته، من اولین جنبش اون تشکیلاتی در داخل سازمان مجاهدین، کتاب هایی داشتن افرادی چون موقع باش بودن و انتشاراتی داشتن. این آقایی که همین با اول میخواسته این شعاب بکنه، همین ها هم افتادن دنبال رجبی و با اون جار جنزالشون و دهی ها جریان انقلاب ایدولوژیک و فضاسازی، این ها اومده ببین چقدر فکر و عقلشون تحقیل کاملا اصلا خرد باخته، واقعا مغزشون رو گذاشتن چنار که لا تائلاتی نوشته، که ببینید شما الان همین چند روز پیش مقالی نوشته تحت عنوان هزار اشرف پاسخ سرگونی، هزار اشرف چیه کجاش اشرف؟ آقای حسین نژاد همین مقاله رو من خوندم، خیلی جالبه، پایین مقاله میگه که در سال 1392 آقای رجوی در سخنرانیش گفته که نمیدونم آمریکای جنوبی ارتش تشکیل داد و اسلحه سنگین نداشت، ضمن اینکه ما اسلحه های سنگین داریم. سال 90 شما میخندی، سال 92 و 93 اصلا خبری از آقای رجوی نبوده نیست و ضمناً الان 13-14 ساله که سازمان مجاهدین تنها اسلحه‌ای که داره چوب و سنگی بود که تو اشرف بود، که اونم الان دیگه تو آلبانی نیست، فکر نمی‌کنم تو خیابونای آلبانی اینا بتونن سنگ و چوب بردارن، و به قول شما اینا واقعا خرد باخته هستن یا توی دنیایی توی آمریکا رسمه یه نفر که اینجوریه ازش میپرسن چه چیزی میکشی، یکم هم بده ما هم بکشیم نشه بشیم. حالا نمیدونم شرایط ایشون به چه صورتی است، در صورت مقاله ها رو نشون دادم و دوستان همینجا من بهتون بگم ما بارها گفتیم اگر افرادی هستن از مسئولین مجاهدین میخوان پاسخ بدن، افرادی هستن حتی اعضای مجاهدین حتی هواداران مجاهدین، من دیشب یه جایی بودم دوستمون میگفت شما چرا فکر میکنی رجوی مرده، گفتم خب آقا اگر پدر یه خانواده 13 سال نیاد خونه خب اون بچه هم فکر میکنه باباش مرده، حالا شما چرا فکر میکنی زنده است، اگه زنده بود باید. بعد گفت آره منم از یکی از دوستان پرسیدم، گفتم ببین خودت پس تو مغزت اون سوال بوده که حتما این مرده، و آخرین و محکمترین دلیلش این که آقای اون ترکی الفیصل گفت مرحوم رجوی، و وقتی دید که جمعیت متوجه نشدن دوباره تکرار کرد که خانم رجوی مرحوم رجوی شوهر شما چنین و چنان، و به عنوان سوم شخص یعنی فرد غائب صحبت میکرد. در هر صورت با شما هستیم، اگر این موضوعات رو خودتون پیگیری کنید، اگر اون دومی رو تموم کردید برید سراغ پشت کردن فرقه رجوی به حامیان و مزدوران عراقی و عربیش به دنبال خروج کاملش از عراق و اعتراض حامی سابق لبنانی فرقه رجوی، اون آقای حسینی رو من نشون دادم هم توی برنامه خودم هم امروز، ولی وقتی شما صحبت کنید من اون لینک رو باز نشون میدم. بفرمایید. بله دیدم شما توی برنامه صحبه با مردم هم مطرح کردید، بله خیلی ممنون، دیدم. بله میخواستم همینه بجم، یعنی این واقعا
همین مردنی که درست میگید الان وسط صحبتتون، همین خانواده های ما هم وقتی 23 سال خبر نداشتیم تا از ما خبر نداشتن، مثلا مطلقا تماسی نبود، میذاشتن که بگیریم. خیلی ها رو اکثران همه رو مرده گرفته بودن، کشته شده گرفته بودن. ارث مثلا ما خودم مثلا خانواده پدرم مادرم فوت شدن، همه رو کردن به اسم خواهرم، خیلی ها به اسم برادرش چرد بودن. اینا که نیستم در کسی که 20 سال 30 سال نیست اصلا میرفتن دادستانی دادگاه مثلا اصلا ما رو حساب نمیکردن هستی، چون کسی که 20 سال زن دنیای قدیم که نبود که نه تلفنی نه نامه، حتی زندانی هم زندان باشه تو دنیای امروز هر زندانی باشه یه خبری میده به خانواده چه حداقل من هستم، اولا ملاقات هست، میرم ملاقات، گوانتانامو هم باشه یک نامه میدن، صلیب سرخ نامه میاره. اینجا که نه نامه نه تلفنی اصلا نیست گرفته بودن. معلومه ولی رجبی، ولی من میخواستم بگم که الان همین در همین مقاله برای شما خوب خوندید، از مسعود رجبی از سال 92 نقل میکنه مرحله سرنگونی، یعنی الان 96 که باشه 4 سال 5 سال مرحله سرنگونی، بگذاریم که 30 سال مرحله سرنگونی، از همون سال 61 میگم 6 ماه مرحله سرنگونی، بعدش هم هر سال شده سال سرنگونی، مرحله سرنگونی تمام نمیشه. 30 و چند خودش هم اینجا گفته میگه 30 و چند سال این رژیم هست، ولی باز هم مرحله باز هم در حال سرنگونیه. آخه این اصلا جمله جوکه، خود جمله جوکه که بعد از 30 چند سال باز مرحله سرنگونیه و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان چهارومه هر دفعه میگفت این ارتش منحل کردم دوباره ارتش جدیده، حالا تنبو ما توی همون صحبتش میشه مؤسسان دوم، بعد شد سرنگون نشد شد مؤسسان سوم، مؤسسان چهارم از نو تأسیس شد، اینا دوباره ارتش جدید داریم تو خیال شد مؤسسان چهارم، الان دیگه مرحله مؤسسان چهارم هستیم از لحاظ خطی و استراتژی در مورد ارتش گیام یا ارتش آزادی. دیگه ارتش آزادی بخش نمیگه، تو میتونه دیگه نمیتونه که آزادی رو ببخشه. چی چیز فرق کرده است؟ میگویم این دو تبدیل به یک چیز در حقیقت دو یک سه شده است. قیام یعنی مردم ایران شدن ارتش آزادی، ما ارتش آزادی هستیم، مردم هم ارتش آزادی هستیم، همه ارتش آزادی هستیم. حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژی وجود ندارد، هر دو مفهوم هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شده است. ارتش آزادی مردم هستند، ما ارتش آزادی بخشیم، مرتب دوتاش هم کلن شده ارتش آزادی. بعدم مال اینجا ارتش آزادیه، ارتش آزادی بخش کمتر میگن، ولی مال مردم هم کانونهای شورشیه. ولی اون چین ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبوچ هم نداشته باشه، یعنی الان ندارین سلاح سبوچ هم ندارین باز میشه ارتش. و کدوم فرهنگ کدوم دیکشنری در کدوم زبان دنیا ارتش یک نیرویی که سلاح نداره بهش میگن ارتش؟ شما یه زبان والا کاتانگا و زنجلای آمازون هم زبان آدم های وحشی هم بریم یه نیرویی که سلاح نداره نمیتونه بگه لشکر یا ارتش یا پشو و با تیم ها یا دست ها و یگان های پراکنده و جداگانه دست به کار شوند، دست به کار چه کار کنند؟ یه اعلامیه به چسبونه، اون میشه نزن عجز خمینی به چسبونه بزن خراب کنه، این میشه ارتش یا جنگ. بچه سلاح سبوچ هم نداشته باشد و با تیم ها یا دست ها و یگان های پراکنده و جداگانه دست به کار شود، خوب کار دارد همین کار دارد. اما در هر حال بلاز استراتیج و از بابت ساختاری بازم ارتش آزادی بخش هست. میخواد این بشه نه اشرفی از دست دادیم، نه ارتش آزادی بخش از دست دادیم، سلاح هم دادیم بازم ارتش آزادی بخشیم. میخواهم بگویم در شرایط قرار گرفتیم که دیگر ارتش آزادی و ارتش قیام جدا از تفکیک های مناسبش در زمان خودش باید بسته بزده در پیشه در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران گره خورده به یک چیز تبدیل شده است. بعدش هم دیدم هزار اشرف میسازیم، اشرف بدون قرارگاه کردن اونجا کجا هزار مفاهیم و ارتش کانون های شورشی و ارتش آزاد سوریه رو تداعی میکند و ارتش آزاد یعنی سوریه تو خاک خودشه، مردم ارتش جدا شد رفت ارتش آزاد سوریه تو خاک خودش سلاح هم داره میجنگه. آخه این کجا شهر داره مناطق آزاد شده داره، این کجا پایگاه های پناهجویی پناهندگی در یک کشور 5000 کیلومتر دورتر از کشور خودت چه قبلا که در جوار قاجمی هم میگفتی عراق چه همون هم ارتش نبود سلاح نداشتی، حالا چه آلمانی هستی شده ارتش آزاد سوریه خودتو مقایسه میکنی؟ عقل و فکر این آقای چه
سیاست مدار از قبل از انقلاب زندان بوده، با اینا بوده، ببین چقدر کوچک می مغزش میکنه و با چه ترفندهایی میخواد فراموش نکنه اون شعارهایی که قبلا داده همونها بشه. اینا خون میخورن به خدا، نقش دارن در زندانی کردن اون افراد. اینا برای فریب و ایجاد فضا و منم هستم و نشسته مقاله می نویسه. آقا این دو اینم مبارزه شد، مبارزه داخل دارن ملت و نویسنده ها علیه رژیم مقاله می نویسن، افشاگری هایی که افراد رو حتی جنایتکار های دیروز رژیم، خیلی از جریان های دیروز افشاگری هایی که علیه رژیم الان میکنن یک دهمش نظرات نمی کنن، الان همه شده کارشون همین شعر و شعارها برای نجه داشتن افرادیم شده مبارزه، برای اینکه قدرتش نجه داره داخل تشکیلات چی چیکار کنه به علیه بریده ها، علیه به ما درستش جدا شده ها، همینجور خودشون رو جدا شده میگن و چی بگن؟ خب جدا شده دیگه، باید بگه برگیم برد بگه من از مبارزه بریدم، اگه مبارزه بریدم بگه دیگه جدا نمیشد دیگه، کدوم مبارزه؟ خب بعدی جدا شده، بعدی تمام مبارزین شده الان با اینها، این اطلاعی های روز عملیات علیه رژیم میداد اون میشد مبارزه، بنام که اطلاعی ها علیه جدا شده ها از خوده اعتراف داری میکنه که از من جدا میشم میرن رژیم، باید میگه بعد میگه با رژیم دارم مبارزه میکنم، این دیگه بیشتر هم پوان دادن به رژیمه که کدوم مبارزه داری میکنی و کدوم و تو که همین مبارزه شده علیه جدا شده ها. ولی من فقط هم تا همین حدی که اخبار و اطلاعاتی که دوستان جدا شده به ما دادن و هم از آلبانی هم از اونهایی که خارج اومدن از آلبانی از لیبرتی و تا حالا اینها رو گفتم و اطلاعی هایی که در سایت های سازمان بود فرقه بود منتشر شده که گویاترینش همین اطلاعی ها بودن که خوندیم نشون دادم و تفصیلات بیشترش هم آقای کرمی در هفته آینده خواهند گفت، اگر خبرهای جدیدی هم باشه که حتما میگن. این نشون میده که به بنبست این فرقه رو که الان دیگه تمام هم مقمه شده جلوگیری از فروپاشیش که این قدرت خودش نجوم بده به آمریکا و به اربابانش که بله از من میتونید استفاده بکنید، من اینجا نیرو دارم، تا این جدا شدن ها مشخص نباشه میرید تلایر هم فارسی میدید تا انگلیسی رو خارجی نمی کنه که کسی متوجه نشه جزئیاتش رو. ببینید تو کنگره هیچ کدوم اشاره به این دو چیزا نکرده، فقط دولت آلبانی اختار کرده فلان و آیت فلان رژیم فلان میکنه روی رژیم برده. این دور اطلاعی ها کمیساری ها باید برسونن دولت آلبانی بگن به همه جا، مخصوصا الان به دولت آلبانی هیچ وقت نظرشون موافق با همین جدا شده ها کاملا آزادن، گفته شما هر جا برید آزادی در با هر چیز ارتباط برقرار آزادی، اینا فقط بعضی گروهای مافیایی و پلیس و اونجا پول دادن و بعضی هاشون مزاحم میشن به وسیله این اونا مزاحمت علی جدا شده ها ایجاد میکنن یا در کمیساریای اونجا به وسیله بعضی هاشون با پول و اینها خریدن مزاحمت ایجاد میکنن، ولی اونهایی که مستقلن هم تو کمیساری هم تو دولت آلبانی از اونها حمایت میکنن کاملا و بعد دوستان جدا شده هم اعتراضاتشون میکنن کاملا. الان ترفنداشون همه اونجا نقش بر آب شده و بیشتر هم رو افشا خواهند شد و دوستان هم افشا خواهند کرد، ما هم اینجا وظیفمون انجام میدیم در دنیای آزاد صداشون رو به همه جا میرسونیم و بیشتر هم خواهیم رسون اطلاعی هاشون حرفاشون صحبتاشون اخبارشون رو پخش میکنیم و با سازمان های حقوق بشری با شخصیت ها اینجا تماس میگیریم تا به اعتراضاتشون از ژنو از مرکز کمیساری ها رسیدگی بکنن و 100% بیش تمام این ترفندهای فرقه رجوی به ضدش تبدیل شده و بیشتر هم به ضدش تبدیل خواهد شد، بیشتر هم افشا خواهد شد. این مطالب رو من تا اینجا دیگه تموم میکنم، میرم موضوع دوم خودم که در رابطه با این پشت کردن فرقه هست به حامیان عربش، به خاطر اینکه کاملا دیگه از عراق رفتم بیرون و احساس دیگه نیاز نمی کنه به چیز به حساب به
حامیان عربش یک چیزی دادم، من مقاله نوشته بودم که اعتراض حامی سابق لبنانی فریق رضایی به عدم پرداخت حقوق و تلفایش که شما هم اشاره کردید، الان شماره 7 رو نشون بدید، در اون رابطه من مقاله نوشته بودم. چون اولین اعتراض حدود یه ماه پیش بود، آقای علامه حسینی، محمد علی حسینی، چه گفتم اطلاعیهاش رو حتی به اسم خودش مصاحبه های به من میدادن، ترجمه میکردم، اینها ترفنده هایی میرفتن، کسای چیزی در رژیم بودن، پول لبنان تو جاهای اینها رو جذب میکردن با پول و با مخارج و اینها، چون خب اینها اصلشون هم وقتی اینها محتوای مجاهدینی میدیدن که قبول نمیکردن، وقتی ایدئولوژیشون افکارشون اینها اصلا نمیخورد، که به هر حال با انواع ترفنده های نیازهایی که داشتن این از این شعارهای ضد رژیم اینا حمایت میکردن. خوب اطلاعاتشون هم کم بود، وقت داشتن تا حدی اطلاعاتشون هم از داخل سازمان کم بود، نمیدونستن. خوب الان هم با افشاگری های ما جدا شده ها، تماسایی که برقرار کردیم، مطالب رو میفرستادیم، من به عربی کلی برای همین عرب ها چه از اینا حمایت میکردم و از اینها سوء استفاده میکردم، به اسمشون بیانیه میدادم، من افشا کردم براشون کارهایی که در داخل این فرقه هست، افشا میکردم، صحبت میکردم که این پایگاه مجاهدین از بین برده، این سازمان مجاهدین دیگه نیست، این یک فرقه است، رجوی اینو تبدیل به یه فرقه کرده، پایگاه این سازمان از بین برده، اصلا اون چه شما رژیم میگه استبداد و دیکتاتوری و ولایت فردی، این بهترین خدمت به اون کرده اصلا با این کارهاش. اینها رو در عراق چه کارهایی کرده، برای عرب ها چه خیانت هایی کرده، حتی واقعا برای اصلا جاسوسی هایی که علیه مقاومت عراق چه با آمریکا با اشغالگری خاکشون روشون مبارزه میکردن، صدام این همه رئیس جمهوری کشور عربی، این همه خاک داد، این همه زمین داد، این همه قرارگاه داد، پول نفت داد، این همه موندن اونجا، بعد چه سرنگون شد، حتی خبرهایی از داخل خود اشرف داشتم که موجب لو رفتن صدام با آمریکایی‌ها اینها شدن، بهترین رابطه رو آمریکایی‌ها برقرار کردن. براتون از قدیم هم با محافظین صدام رابطه داشتن، اومده بودن عراق، که حالا داستانی مفصلی چه چگونه اینا رو می‌خواستن صدام اونجا جا بدن، هر کمک خواسته بودن اونجا برای از مجاهدین برای مقاومت عراق، رفتن همینا رو با آمریکایی‌ها لو دادن، خدمتشون گرفتن تا مخفیگاه صدام پیدا کردن. و خیلی از من خودم بسیاری مطالب به من میدادن از گزارش هایی که مزدورای عراقیشون پول میدادن، میرفتن نفوذی میدادن سر صدری ها و هم شیعه هم سنی ها، همین هایی که الان افرادشون به اصطلاح نیمای حامی جذب کرده بودن از عراق، حتی دو سنی ها نفوذ کرده بودن که برن اطلاعات جمع کنن از آمریکایی ها که کجا میرن، چیزا از چه کجاها بمب میخوان بزنن، کجا میخوان آمریکایی‌ها رو بکشن، کجا عملیات میخوان انجام بدن، اینا رو جمع میکردن به عربی میفرستادن اونجا، ما میدادن که من از عربی به فارسی ترجمه میکردم، من را فکر میکردم اینا رو چه عربی میدن این گزارش ها رو من به فارسی ترجمه میکنم، میخوان آقای رجبی بدونه یا بچهای دیگه مسئولین بدونن، بعد فهمیدم بعدن که نه، این فارسی های ما رو میدادن به بخش انگلیسیشون، بخش رابطه با آمریکایی‌ها، اونا با انگلیسی ترجمه میکردن میدادن به آمریکایی‌ها. بسیار از همین فیلیپس و همین امضا کنندگان این نامه هاشون که فرماندهان نیروی ارتش آمریکا که محافظ اشرف بودن، اشرف مستقر بودن، این همه امضا میکنن، حمایت میکنن ازشون، سخنرانی های رجوی هم اومدن خیلی همیشه قدردانی میکردن تو آمریکا تو تجمعات همین فرقه که بله ما رو چندین بار مجاهدین از مرگ نجات دادن، همیشه ما اونجا ما رو اطلاعات خوبی میدادن از مقاومت عراق، از اونهای که علیه ما مقاومت کردن، علیه ما کار کردن، این چنین جاسوسی ها، این هم در جواب خدمت به عراقی ها و عرب ها بود که 20 تا 30 سال اینها تو خاکشون مهمان هی میگفتن، مهمان میبینن جواب مهمان نوازیشون، این خیانت ها رو ما به گفتیم و الان به همه عرب ها میگفتم و این واره ها من نوشتم به همین ها، خیلی اینها تأثیر گذاشت براشون و خودشون هم که الان بعد از کلن رفتن از عراق دیگه آلبانی دیگه میبینید همین حضرات بهشون پول میدادن، رسیدگی میکردن،
قسمایی میخوردن آی ما مسلمانیم و ما تو خاک عراق بودیم، عرب بودیم، میخواییم تو عراق بمونیم، پناهنده امام حسین هستیم فلان، و همیشه میخواست همه رو تو عراق بمونه تا آخرین نفر به قول مسعود رجوی اونجا کشتن بده که ما تو عراق بمونیم، ما بروش نره که از عراق برد یه استراتژی و شعر و شعراش از بین میره. میخواستم تو اینها رو تو عراق بمونه، مثلا حمایت اجتماعی جذب کنه، برای همین نیاز داشت به اینها، پول میداد. بعد چی رفت آلمانی دیگه فشار آمریکا پرزور شد، آقا دیگه نیاز نداشت. بعد اینها رو دیگه پولاشون رو قطع کرد، حقوقاشون رو قطع کرد. خب اینا هم زبون به اعتراض گوش بودن، از خیلی از اوضاع هم آگاه شده بودن، زدا شده‌ها افشاگری‌ها همه فهمیده بودن. از این ور اینها دیگه شروع کردن به اعتراض که آقا ما اصلا به خاطر موجب میدونستیم شما چی هستید، چگونه خیانت ها کردین به عرب، به عراق، اینا چه ما ماهیت خود دونم ظاهرا میگفتیم، معلومه چه بهشون گفتن، و آقا به ما پول ندی چه طلب همونه ندی چه با شما کار نمی کنیم چه. اعتراض کردن، شروع کردن. بعد من نوشتم حتی از افرادی مثل صافی یاسین ها جلان بیست قبل دیگه حتی علیه رژیم هم می نویسن، اسمی از اینا نمی برن، حمایت از اینا نمی کنن، می نویسن دای صاحبشون اون سرمد عبدالکریم که اصلا دعوا کرد سر پول و اینها چه بودن، اصلا اینا نفوذی های رژیم هم داخلشون، اینها به پول به ما نمیدن دیگه. الان هم اینا کمتر یا خیلی هاشون قطع کردن یا خیلی کم دیگه براشون می نویسن. بعضی هاشون هم که مهره های مهمی بودن، مثلا رئیس شورای عربی اسلامی لبنان علامه محمد علی حسینی که علاوه بر اطلاعی هایی که یک ماه پیش منتشر شد و حتی صوتی و کتبی که حقوق من و پول های من و که من این همه کار کردم، قطعاً چیز بیانیه نوشتم یا به هر حال حمایت می کردم ازشون، سخنرانی هاشون می اومدم، تجمع هاشون می اومدم، بسیاری از طلب های من و حقوق من آقای محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجه دزدیده و دروغ گفته به من و دزدیده این ها رو، حق من رو خورده. بعد از اون آخرین من بارها تماس گرفتم و مطالب بسیاری فرستادم و خیلی تشکر کردن. اخیرا تقریبا همین روزهای چند روز پیش، دو سه روز پیش، یک اطلاعی رسمی داد که این هنوز هم اینها یعنی معلوم بود که از اسمش استفاده میکنن به عنوان عضو کمیته همبستگی با کمیته همبستگی اسلامی عربی با مقاومت ایران، که اصلا آقای اونجا نخست وزیر سابق الجزایر رئیسشه، آقای احمد غزالی، این اون هم اصلا توی تظاهرات پاریسشون هم نبود، توی اخیرا مثل اینکه آلبانی پیش کنم برده بودم من ندیدم جریانشون. خیلی دیگه اصلا مقاله اینه می نویسه براشون، تقریبا کنار کشیده. این هم اسمش می آوردن که بله جزو همبستگی شورای اسلامی عربی، همبستگی شورای عربی اسلامی، همبستگی با مقاومت ایران، علامه حسینی هم هست چون دیگه این نواجه دیگه چی کسی نداشتن که از اسلامی عربی اسمش بزنن. بعد این اطلاعی دادن که این از اسم من سوء استفاده می کنه و این شاعری که من در این کمیته عضو هستم همچین چیزی نیست، من دیگه عضو نیستم و کاملا روابط خودم رو، روابط حمایت و همبستگی، هر گونه رابطه همکاری و حمایت خودم رو با این سازمان قطع کردم و از این به بعدم هیچ گونه حمایت نخواهم کرد. نوشته که الان شماره همین هفت رو نشون بدید، در اونجا اطلاعی خودشون رو با یه مقدمه متن کامل اطلاعشون نوشتم و اینان هم از صفحه فیسبوک خودشون به فارسی، صفحه فارسی دارید اونجا پخش کردن، اینان از اونجا منتشر کردم. نجیم نظر به این چه شایبه در خصوصیت این زنان در حیات مؤسسانه کمیته همبستگی عربی اسلامی با مقاومت ملی ایران با آگاهی عمومی رساند که این زانه به رغم احترام شایانی که به اعضای مؤسس دارن، خوب اینا همه شخصیت های عربی هم دیگه، به اعضای شورای ملی مقاومت، اعضای سازمان مجاهدین، اصلا رهبران نگفته، به اعضای سازمان مجاهدین ما هم احترام قائلیم، ما هم میگیم پاش اینا رها بشن از قید اشارهای و تفکرات رجوی، اعلام می‌دارم که کلیه روابط این زانه با شورای موصوف یعنی شورای ملی مقاومت و سایر اعضای آن سازمان قطع می‌موده
و از این تاریخ به بعد هیچ گونه روابط حمایتی و غیره و همکاری روابط حمایتی و همکاری و غیره نخواهم داشت. کاملا هم خودش امضا کرده محمد علی حسینی بیروت یه چه ماه می 2017 انتشارات حسینی دفتر حسینی و شورای اسلامی عربی لبنان. بله این دیگه نشون میداد که نشون میده این اخبار و اوضاع چه این از لحاظ که حتی طرفداران بیرونیش هم در حال ریزش هم علاوه در داخل تشکیلاتش به اون وضع در حال جدا شدن پیاپی ریزش و ترفنده های اطلاعی ها علیهش رو میدن و اینها مشغول جزه جنگیه واقعا ساخت انواع ترفنده ها و شیطان سازی ها و فضا سازی ها علیهش رو هست. هم شروع کردن بازم علیه اینها که الان اعلام در بیرون هم همچین هوادارهای و حامیان و لابی های بیرونیشون هم همچین حداقل از عرب ها شروع شده که چون دیگه نیاز نداره و بهشون دیگه الان فقط آویخته به جرد آمریکایی ها فقط مونده براشون. اینا هم جدا شدن که اولا نشون میده که خب اینا همه برای پول بوده، برای هزینه‌های خودشون بوده، حمایت میکردن. وقتی اون قطع میشه دیگه میرن، چون از معلومه که از محتواشون آگاهن و بیشترم آگاه شدن، مطلع شدن این چه فرقه بوده. وقتی این نباشه خوب میریزن میرن و چنار میچشن. حالا بعد شروع کردم من الان وقتی زیر همین در فیسبوکشون من حمایت کردم، کامنت نوشتم، ترفندای اینا رو گفتم، کارهاشون رو گفتم اینها و از این استقبال کردم و از طرف جدا شدگان دیگر حمایت کردم، تبریک گفتم. بعدم اومدن از این سران فرقه همین دفتر اطلاعات و اسلام جنگ سیاسیشون کاملا همین معلوم محسن عباسی و امثال اینا هستن و همین فرشته یکانه و اینا هستن. یه سایتی درست شد، صفحه فیسبوکی دارم به نام سپیده سحر، معلوم همین یا اوبرسورواز هم آلبانی، الان که همشون رفتن آلبانی لازر داشتن نوشتن آقای حسینی بله تصمیم شما خوب خود قابل احترامه دیگه، خودتون هر تصمیم گرفتین، ولی مواظب باشید این فلانچه حسین نژاد و چرمی و امثال اینها چه بله اینها شما رو فریب ندن. آقای چی علامه چی فریب ندن؟ حضرت علامه این همه حلوا حلوا میکردین، عضو شورای اسلامی عربی کشور دیگه، محقق دانشمند، بعد بیاد خوب پس اگر 20 سال 30 سال هر چقدر 10 سال دقیقا دو این 10 سال بعد از اون صدام بود 10 سال خورده از شما استفاده کردید، پس فریب شما رو خورده بگیم چه بگیم؟ نه آدم بزرگی شخصیتی فریب نخورده، بچه های خودمونو که شستشوی مغزی میکردید. فریب کسی رو میدن که دو دنیای آزاد نباشه. شما افراد رو فریب میدید، سرم میتونین فریب بدین برای اینکه از اول با دنیای بیرون قطع میکنین، فقط حرفای منه بشنو، توی گوشت تمام دوتا گوشت مال ما، یه گوشت هم نباید آزاد باشه که یه حرفی دیگه هم بشنوی، و این میشه فریب. چون حق نداره، نمیتونه، قدرت دو دنیای آزاد نیست حرف دیگه رو بشنوه، چه این میشه شستشوی مغزی. که حتی اینه که میگفتیم میگفتیم نه بچه شما بزرگه، وقتی بزرگ شده دیگه فریب نمیخوره. ولی معلومه کسی که تو دنیای آزاده چه فریب نمیخوره. اگر هم فریب شما رو خوردن تا حالا، علتش این بوده که حرف دیگه نشنیده، ماهیت شما رو نمیشناخته یا هر علتی داشته. حالا اگر هم میفهمید معلومه که پولم بوده، میفهمیدم پول رو قطع کردیم که دنیای آزاد حرفای دیگه هم میشنون میکنن و دیگه دنبال شما نمیاد، کسی که میتونه همه جا رو بخونه ببینه حرفای شما رو هم دیده خونده حرف من هم شنیده دیگه اینجه فریب نمیتونه بخوره. ببینی وقتی منافعشون باشه اینطوری برخورد میکنن دیگه، به اون انجی نمیزنن، اینطوری حرف میزنن آی فریب اینها رو نخورید، این حرفا رو میزنن، به چه افتضاحی افتادن. بله من دیگه یک نقطه آخر رو بگم که در این حداقل یه چوبی فعالیت هامون در پارلمان اروپا، اگر اینجا یک صحبتی ندارید یا سوالی ندارید من برم به بحث همین فعالیت هامون. نه فقط اون لینک ها رو شماره شو بگید تا من نشون بدم که مقاله هم. بله من اگر کامنت های ما رو شماره 9 بله اون کامنت های بود که ما نوشته بودیم، ولی من خودم متاسف شدم که آقای حسینی کامنت این فرقه رو که علیه ما نوشته بود و پاک کرده، هرچی پردم پیدا کردم کپی هم نکرده بودم،
بعد دیدم متاسفانه پاک کرده، خیلی بدش اومده از حرفای جلیه ما نمیسته بوده شما اینو فریب دادید، اگه بود من اونو میذاشتم میدیدید. ولی من کامنت های ما هنوز هست توی شماره 9 در صفحه دفتر، صفحه فیسبوک دفتر های حسینی که من اینجیشو در شماره 9 دادم. نه بله، من اگر یک موضوع چه ما یک کنفرانسی بود اخیراً در پارلمان اروپا تحت عنوان پولشویی و فرار از مالیات ها و چگونگی گروه های تروریستی اینها چگونه و همچنین شخصیت ها و بعضی چه چیزای چه طبقاری های مالی کردن از زیر مالیات در رفتن و پولشویی هایی که میشه در دنیا از جمله جریان پاناما که لو رفته بود، فرارهای مالیاتی چگونه میرفتن سرمایه گذاری میکردن اینجا که از مالیات فرار کنن، افشای این نوع فعالیت ها بود که ما خوب اطلاعاتی داشتیم از یکی از بزرگترین واقعا گروه های که پولش با پولشویی و انواع سرمایه گذاری هایی که از نفت عراق چه بود، مثلا یه چیز غیر قانونی بود، چون من خودم تو جریان بودم وقتی این واقعا این تبهکاری ها، این نگه داشتن افراد و این آوردن آمریکایی ها و سرصدا و پرچم آمریکا رو برمیداره میزنه تو اینجا، اینا میلیون ها میلیون خرج میکنه. الان به بچه ها واقعا دوستای برای ما نوشتن که حتی دوستای جدا شده میرفتن حقوق بگیرن، حقوقشون رو بگیرن برای این که به اینا واقعا کمتر بدن، وضعشون بدتر بشه، چه بجن اون داخل افراد تشکیل بجن جوری این هرچه جدا میشه میره ببین وضعش تو بدتر. اینا میگفتن خب حالا یه مقدار از این پول بدیم به سازمان، چم اون سازمان الان در فشار مالیه. میگه میخندید میگفتیم سازمان چی در فشار مالیه، این همه پول ها رو از کجا آورده، ما مکین آوردیم میلیون میلیون، بعد این همه جشن و پذیرایی و اینها خرجا از کجاست؟ ببین چی ترفنده های واقعا اینها پول های بادآورده و غیر قانونی. من خودم تو روابط بودم، آقای میلیون میلیون در نفت، آقای سازمان ملل تصویب کرده بود نفت، یادداشت نفت در مقابل غذا برای عراق که محدود کرده بود عراق رو از 3 میلیون بیشتر نفت نمیتونه بفروشه در روز، بعد اومده بود هر چی اضافه تولید اگه در می آورد میداد به سازمان یا سازمان های دیگه بیشترینش هم میداد به سازمان مجاهدین علاوه بر جیه ماهانه چه 3 میلیون بشکه نفت بود چه ثابت، علاوه بر اون میلیون ها بشکه هم اینجا میداد بدون قانون، بدون هیچ کسی، نه قانون قوانین عراق نه قوانین هر علتی، حالا مسئله هر کشورش بود، ولی این پول ها رو اومده سرمایه گذاری کرده چه به وسیله پرسنل هاش و افرادش و سیتیزن هایی که اصلا ظاهرش معلومه، اینها رو ترفندهای مختلف کشورهای مختلف سرمایه گذاری کرده، الان اون یه پولشوییه با اینها و همچنین به توسط انواع شرکت های موهوم و مؤسسات خیریه پوششی درست کرده بود در لندن که ما تو جریان تقلباتش خیلی از ماها بودیم که خیلی از بچه ها یادشونه که با چه ترفنده هایی افتادن اینها رو که برای اینچه ثابت کنن که پولها می اومده به بچه های یتیم و یتیم و بی سرپرستی که در ایران بچه های زندانیان سیاسی یا بچه های اعدام شده ها که بی سرپرست موندن فرستاد خانواده ها در من اداری می کنن، ما برای اینا پول جمع می کنیم. شرکت های خیریه درست شده بودن در لندن و در آلمان که اینا لو رفتن دادگاهی کردن و اینها که آقا باید ثابت کنید این پول ها از اومدن توی اشرف توی قرارگاه های مختلف سازمان ماها رو جمع کردن، انواع جوهر نامری می دادن درست می کردن می نوشتیم یه تیترهای ثابت می نوشتیم که علچی اسمی خانواده های علچی اینقدر میلیون دلار به ما پول دادن، اینقدر میلیون به من گرفتم تحویل گرفتم دادم به این بچه ها، بچه های تو ایران، بچه های یتیم و بچه های زندانی ها سیاسی برای ما پرورش می دیم، اینقدر دستم رسید اینقدر تحویل گرفتم، با اینها رو جوهر نامری می نویسن با خودکارهایی درست کردن توی اشرف و قرارگاه ما که بودیم در آقا پارسیان اون موقع، من خودم یک ماه مشغول این کارا بودیم، تمام دستگاه ما رو بردن همه رو زوهرهای نامری اونجا آب پیاز پر می کردن می نوشته، من یکی هم اینا رو تو می زد ظاهر می کرد که اینا رو تحویل دادگاه بدن که اینا از ایران اومده، با خودمون امضا می کردیم درست می کردیم جای ثابت دادیم.
انواع تقلب ها و ترفند ها و فریبکاری هایی که میچردن تا ثابت کنن چه این پول ها واقعا مثلا به عنوان پول بچه هاست و جمع کرده میومدن. جیب حضرت مریم رجبی اونجا برای تو موقع عراق بود، بعدها اومد دوباره چیز مدت اومد فرانسه و دوباره برجش عراق و تمام اینها رو خرج اتیناشون میکردن و فریب و افراد رو نگه داشتن افراد رو توی دمدستگاهشون و آخرشن نتیزش هم به کشتن دادن افراد. چی نتیزه این همه پولشویی و پول جمع کردن و بعد اینها رو بعد ما گفتیم و میرفتیم اونجا من و آقای داوود، آقای داوود باقر بندرشد از انجمن از جنبش نو تروریسم و فرقه ها کارهای فرقه ایشون تو ما اینا هم از جمله ترفنده های اقتصادی برای گروهش گروه تروریستی و فرقه ای چه برای نجه داشتن افراد در محدودیت در زندان و در اسارت خودش بدون ارتباط با خانواده و همین پولها رو مصرف میکنه برای همین و این کارها رو کرده. این جان سخنانی به انگلیسی کردن آقای ارشد، ما هم صحبت کردیم با برخی نمایندگان پارلمان اینها رو، نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف اینها رو افشا کردیم و کارهایی که در الان در آلبانی میکنه در عراق میکرد و الان هم در افراد رو چگونه اونجا نگه داشته. بعدش هم ما اومدیم بیرون تو راه رو بودیم روبرو شدیم آقای یکی از افرادشون که هنرمندشونه، البته از بریده هاشون، از بریده های سالهای هفتاد آقای امیررضا طاهرزاده معروف به طاهر اونجا ما تو عمر با هم سالها بودیم، سالهای شست اینجا ما رو کاملا میشناختن، من رو هم آقای داوودی میشناخت سالها با هم، هم اینجا هم عراق مدت کمی تو عراق بود، اومد اونجا سری برید رفت اون زمان های عملیات سالهای هفتاد دیگه نتونست بمونه، اومد اینجا که همیشه هم زندگی خودشو داشته. این آقا به خاطر اینجا زندگیشو میدن، پول میدن، هنرمنده براش برای خانوم مریم رجبی همیشه تار میزنه، پیانو میزنه، با خانوم مرضیه نگه داشت بود اونجا از اطرافیانش بود موسیقی دانه. بعد اینو فرستادن اونجا که خوب انگلیسی دانه وارد اونجا بره صحبت بکنه، اینها برای لابی سازی و حامی جمع کردن و اینها که همون تیتری که دادن این با ماها روبرو میشن دست همش همینه. آقا اون هم الان اشتباه کرد آقای داوود چه بوی سلام علیک کرد، خواسته مثلا اون که از قدیم میشناخته گفته بیا اصلا صحبت کنیم، میومد اینجا صحبت میکردیم، بیا اصلا صحبت بکنیم، اصلا ما با این اصلا صحبتی نداریم، معلومه صحبت نداریم. حالا اون خیلی خوشبینانه خواسته بود باش صحبت بکنیم، تنها جمله گفت که همین الان اگه سلاح داشتم به گلوله سر همین جا سرت خالی میکردم. که جوای داوود گفت ما از قضا برای همین اومدیم پارلمان رو، پس اومدیم همینه بگیم که شما تروریستی، پس تو هم که اومدی اینجا با این کراوات و کشکل جیبولی کردی که میگه اومدی بگید تروریست نیستن و همینه که اینجا ثابت میکنی که اینا تقریبا با ما ها جلو برمیشن. این جمله مسئول جدیر همیشه که ما رو تهدید به قطع کرده و هیچ وقت هم همیشه هم معلومه بمپز در کردن توی اروپا همچه کاری که آقا جه همش ثابت میکن بکنه که من پولیستی تروریستی دیگه در اومدن همچه غلطی نمیتونه بکنه، اینا رو فقط برای همین ترسوندن ما همین دوله پیچار میکنه که ما گزارش کردیم گفتیم و پلیس اینا تو جریان هستن و بردن تو پرونده های تروریستی اینا. بله اینها این هستن و من در این رابطه دیگه من عرضی ندارم، اگر اینها رو شما نشون بدید باز همین عرض و فعالیت هایمونو شماره 9 و 10 گذاشته بودم دیگه. من فقط این جریان های آلبانی رو که تا حد شمایی دادم در حقیقت جزئیات بیشتر رو و اگر مانده هم هست برخی بعضی از دست دادم هم که آقای چرمی هفته آینده میگن به اضافه اخبار جدید و اطلاعی ها رو میتونی بیشتر بخونن اینجا براتون. من دیگه مطالبی چه نوشته بودم تمام شد، اگر سوال هایی یا کامنت هایی هجه هست، اگر دوستان بودا شده ها یا اجازه هایی جریان بودن آگهی داده بودیم که گوش کنن، اگر مطلبی نوشتن یا سوالی دارن باز شما مطرح بکنید، اگر فیلمی برنامه دارید
نشون بدید. بله ممنونم از شما، شما خیلی خوب این مطالبی رو که نوشته بودید به اصطلاح باز کردید، توضیح دادید. اگر دوستان سوالی دارید میتونید از طریق ایمیل، من ایمیل آقای حسین نژاد رو هم اینجا نوشتم، خیلی هم ساده است، qurbanali1329@gmail.com، و روی فیسبوک هم هستم، با کانون آوا هم میتونید تماس بگیرید. کانون آوا آدرسش هست awa@association.com. اگر مشکلی داشتید میتونید با شماره تلفن های تلویزیون مردم با ایمیل ما تماس بگیرید و این دوستان همیشه پاسخ دادند و باز هم پاسخ خواهند داد. از این بابت ازشون ممنونم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یکی دو تا فیلم هست از همون یه اشرف و لیبرتی که وجود داشت، چگونه با خانواده ها رفتار کردند، که حالا اینا دنبال هزار اشرف هستند و ببینیم چه خواهد شد. باز هم ممنون از شما آقای حسین نژاد. بله منم ممنون هستم و همین باز هم از دوستان سوالی راهنمایی هرچی خواستم با وسیله ایمیل و فیسبوک هم میتونم تماس بگیرن. همیشه ما در خدمت هستیم، همانقدر چه میتونیم از دستمون برمیاد برای همه خانواده ها، مخصوصا برای خانواده ها و دوستانمون جدا شدن و دارن جدا میشن در آلبانی، برای هرچی بیشتر رها شدنشون از تحت کنترل و محدودیت هایی که برفندهای فرقه رجوی ایجاد میکنه برقرار میکنه، همیشه تلاش میکنیم. امیدواریم خودشون هم همیشه در تماس باشن و تلاش کنن در دنیای آزاد. آخرین پیام هم واقعا براشون، برای همه دوستان جدا شده در آلبانی، این است که مطلقا تحت تأثیر فضاسازی و ایجاد ترس و شعارها و کلماتی که به کار برن قرار نگیرن و هرچه برای هرچه بیشتر آزاد شدنشون، رها شدنشون، امکان فعالیت سیاسی برای خودشون هرچی میده آزادانه انجام بدن و از طریق مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری همیشه ترفندهای فرقه رجوی رو افشا کنن، مزدورهانشون و کسانی که اینها رو کنترل میکنن افشا کنن و خودشون مطلقا از هر گونه وابستگی، از هر گونه تماس با افراد اونها رها بکنن و از خانواده هاشون، از دوستانشون، از سازمان های بین‌المللی هم میشه کمک بگیرن و هر جا میخوان میتونن برن و هر راهی بتونن، هر طریق زندگی بکنن آزادن. مطلقا فرقه رجوی نمیتونه اینها رو خودش اونجا قوی نشون میده، خودش اونجا میخواد همه کاره نشون بده، همه کار به هیچ وجه اینطوری نیست، مطلقا نمیتونه. دنیا دست اونا نیست، کشور دست اونا نیست، هرگز همه هم ماهیتشون رو میشناسن، در کمیساری هم شما از شما حمایت میکنن، دولت آلبانی هم از شما حمایت میکنه، هرچی افراد هر غیر بخوان غیر وابسته به اونها بشن، آزادتر باشن، به عنوان یه پناهجو یا پناهنده باشن، بیشتر از اونها حمایت میکنن، قانون پشت اونها و قانون از اونها حمایت میکنه. اینی که من میخوام مطلقا تحت تاثیر فضاسازی و فحشه ها و میدم حرف ها و برچسب هایی که اینا میزنن قرار نگیرن، هیچ همه بی محتوا هست، خود افرادی که اینا رو می نویسن معتقد به این نیستن، هیچ کدوم همه اینها برای همه مقام و پست و انواع ترفندهایی که اونجا ایجاد کردن، چیزهای روش های فرقی اینها رو نگه داشتن، از اون سران بالاشون هم خوب می فهمن، همین آقایان مثل همین حسن نایب آقا و مثل اون حضرات، واقعا اینا خونخوارن، با علم به همین واقعی خدای صفت اینا کاملا میدونن اینا پوچن، این شعارها می نویسه فقط برای این که اینا آقایانی که چودن مسئولین و بالا و این برچسبا رو نزنن بهشون، چیزی نجن بهشون، اینا به این خدمت میکنن زندگیشون، پولشون، هر چون به هر حال عللی داره، واقعا خود فروشی برای رجوی میکنن، چینه حرفاند های چین، حرف های چین، اطلاعیه های رو میدن، پوچ، غیر قانونی، غیر مجاز و کاملا غیر اخلاقی، ضد انسانی این فضای ایجاد میکنن، خودشون هم به همین حال مینویسن، واقع کاملا میدونن چقدر پوچه، چقدر غیر قانونیه،
و خود فروشی میکنن واقعا به قول آقای سعید آقای هادی مثل چیز دوستمون هادی افشار سعید جمالی یه بار نوشته بود نامی به همین افراد اوبرنشین ها سران اوبرنشین مریم رجبی هست امثال ابریشمچیو و اون یاروی محمد علی توحیدی و همین چرخی چی هم چرخی هم زابرزاده چه فوت کرد از اون واقعا ده سالهای چه فریب کار و چقدر لنگپنهای رجبی بود از اونها بود که بولم میشد تو جلسات مریم رجبی مسعود رجبی تقاضای اعدام افراد میکرد. حالا دوستان شاه میبخشید چاکولی نمیبخشید اون رجبی میبخشید اعدام محکوم میکرد بعد عفو میکرد اونم چون نه باقا باید اعدام بشه چون فلانجا اطلاعیه زده فلانجا حرف زده فلان این افراد رو اینجوری جمع کرد میبرد نامه نوشته بود آخه شماها واقعا دارین خون میخورید آخه شما نمیدونید این حرفا چرنده این حرفای دنیای امروز برای هم رجبی میره اونجا میگه ما اصلا فردا حکومت کنیم اعدام رو لغو میکنیم اعدام باید در دنیا لغو بشه این آخه این حرفا شما میدونید چی کارهایی کردین چی غلطهایی کرده رجبی چی کارهایی کرده چی غلطهایی کرده از اون سال 66 شما یعنی نمیدونید این همه نویسنده سیاستمداری سران سازمان از زمان شاه بودید اینا همه خوب میدونن رجبی چی کار کرده واقعا فقط برای همین که این سازمانی نگه دارن افراد و قدرت و خودشون و ما مسئول فلان این بالا این اینها موندن حضرات هم که خارج در امن امان و عافیت خارج همیشه بودن باشون که یک ذره نه هم تو داخل عراق تو اون بمباران ها بهترین پناهگاه رو داشتن بهترین زندگی رو داشتن یک کون از دماغ کسی از اینا در نیومده همش پایین دستا بعد وقتا میمردن زیر بمباران و زیر بار و کار و انواع بدبختی ها و خارج هم که در امن امان بالاترینشون مریم رجبی امثال این بودن اینا خوب میفهمن مطلقا قول اینها رو نخورید و هیچ گونه مبارزه اینها در کار نیست اطلاعاتی که تا اطلاعات دادنی هم در کار میشه تمام این ترفند و حرفای زمان های 30 سال 20 سال پیش بود که همینا رو الان تکرار میکنن کاملا بی محتوا شده و هیچ پایه اساسی نداره اینه که مطلق همیشه فکر هرچی بیشتر آزاد کردن خودشون از قید و بندای این فرقه باشن که بتونن آزادانه فعالیت کنن حتی فعالیت سیاسی هر جای دنیا هم میتونن این فعالیتشون رو بکنن به شرط اینکه از خودشون از قید کاملا از قید هر گونه وابستگی هر گونه نزدیکی هر گونه ارتباط با این فرقه نجات بدن و هرچی بیشتر خودشون آزاد کنن وقتی که از همجوری از تشکیلات جدا شدن اولین قدم مهمترین قدمشون همینی که از تشکیلات جدا شدن و در آلبانی هم میتونن با استقلال کامل زندگی کنن و هر یا هر کشوری هم برن همیشه خودشون فقط اراده خودشونه میتونن با اراده خودشون تصمیمات خودشون و آگاهی خودشون ارتباطات خودشون هرچی بیشتر بکنن با ماها با جدا شدگان خارج با بیرون با خانواده هاشون مستقل‌تر میشن هر در راه‌های بهتر و بیشتر پیدا می‌کنن برای زندگی مستقل. بسیار قربان همگی شما و همه دوستان همیشه سلامت و در اقدامات و کارهاشون برای رهایی بیشتر و استقلال بیشتر موفق بشن و موفق تر. شما هم موفق باشید. به امید دیدارتون و دوستان برنامه‌ها رو ادامه می‌دهیم. خیلی ممنون. مرسی که با ما بودید. آرزو می‌کنم موفق باشید. خدا نگهدار شما و همه دوستان. خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای قربان‌علی حسین نژاد بودیم از فرانسه. این ویدیوها تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب، روی کانون آوا، روی تلویزیون مردم به عنوان بایگانی خواهد موند و تا جمعه هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک تماس از شما بقیه کارها از ما. روز روزگار بر شما خوش. اصلاً ما کاری نداشتیم، ما فقط خواستیم بچه هامونو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشه اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از
قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم. ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچگونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین المللی کمک بخوایم فرزندان ما را آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت به ما کردن که ما منافقین را ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به آمریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعی خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده ای زن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه ای هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن، من آقای محبی رو با هم دستان زدن نزداشتن، تحویل نیروهای امریکایی دادن. همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با 2 تا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. خب این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد؟ الان میاد. هی دوستاش الکی نمیادن، میگفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن. 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتایی می اومدن ما را تعقیب میکردن. حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون را به این صورت وقت نگرفتن. ما هم میخواستیم بچه با بچه ما ثابت کنیم. 2 نفر اونور بودن، 2 نفر اینور. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن یه فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم. من گرم علیکی گفتم، 4 تا صندلی اونجا بود بیرون، رفتیم با خانوم رو برداشتم، دیدم 2 تا دیگر هم اومده اون ور نشستن، 2 تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوروزی هم. چند وقت ندیدی؟